درود و سلام بر همه دوستان عزیز. سپاسگزارم که دوباره ما رو همراهی میکنید. با یکی دیگه از برنامه های زنده اینستاگرامی ایران پایدار در خدمتون هستیم و از سلسله برنامه های مسئله شناسی پایداری اقتصاد ایران که در برنامه های اول اون به موضوع تورم و تورم مزمن در اقتصاد ایران میپردازیم. در این برنامه ها در موضوع تورم در خدمت های دکتر سهراب درانگیزان هستیم، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی و یکی از اقتصاددانان ایرانی. اگر دوستان برنامه قسمت اول این برنامه رو دیده باشن، در اون برنامه های دکتر درانگیزان شرح مبسوطی را ارائه کردن در مورد وضعیت تورم در ایران در فاصله سالهای 1316 تا 1401، یعنی فاصله زمانی قریب به 85 سال. و در اون برنامه ما دیدیم که مسئله تورم در ایران به غیر از سالهای خاصی در دوران پیش از انقلاب و سالهای در حقیقت کمی در دوران پس از انقلاب هیچگاه به صورت کامل و به صورت صحیح حل نشده و ما همواره با موضوع تورم و تورم‌های سنگین در اقتصاد ایران روبرو بودیم. دوستانی که اون برنامه رو دنبال نکردن میتونن در حقیقت فایل صوتی برنامه رو از سایت و کانال تلگرام ایران پایدار و نسخه تصویری اون رو هم از صفحه اینستاگرام ایران پایدار یا کانال آپارات یوتیوب ایران پایدار دریافت بکنن. چون بحث به درازا میانجامید، اینطور آقای دکتر درانگیزان تصمیم گرفتن و تصمیم صحیح هم بود که قسمت تبیین مسئله تورم در ایران رو به برنامه دوم، همین برنامه‌ای که امشب در خدمتون هستیم، موکول بکنیم و احیاناً تصور میکنم که بحث راهکارها و یعنی رفعی مواجهه با این مسئله برای بهبود این وضعیت رو در برنامه سومی باید دنبال کنیم. دوستان خودشون مستحضر هستن که هر مسئله‌ای در حوزه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و محیط زیستی در صورتی که به درستی ریشه یابی نشه و علتهای اصلی به وجود آورنده مسئله شناسایی نشه، اصولا نمیشه امیدی داشت به این که راهکارهای مناسبی رو برای مواجهه با اون مسئله پیدا بکنیم. شاید یکی از مسائل اصلی سیاستگزاران و سیاستمداران در ایران در چند دهه گذشته همین موضوع بوده. خواستن مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی، مسائل محیط زیستی ایران رو حل بکنن، اما قبل از اینکه به نسخه‌ای برسن و نسخه‌ای رو اقتصاددانان، جامعه شناسان، فعالین حوزه محیط زیست برای اونها تجویز کنن، باید از خودمون میپرسیدیم که چه علل و عواملی در کار بودن که این مسائل رو به وجود آوردن. وقتی که به این پرسش اساسی پاسخ ندیم، اصولا نمیشه امیدی داشت به اینکه به راهکارهای مناسب و اثرگذاری برای مواجهه بهینه با مسئله برسیم. و شاید یکی از مسائل اصلی که ما در عرصه سیاست گذاری و سیاست ایران با اون مواجه بودیم همین مسئله بوده. به همین دلیل به نظر میرسه که موضوع تبیین هر مسئله و از جمله مسئله تورم مزمن در اقتصاد ایران اهمیت خیلی زیادی داره که هر راهکاری رو باید حتما بر پاسخ خودمون به این پرسش مبتنی بکنیم که چه عواملی دستن در کار بودن که اون مسئله رو به وجود آوردن. من بیشتر از این وقت دوستان رو نمیگیرم و آقای دکتر درانگیزان، اگر صحبت مقدماتی با دوستان حاضر در برنامه هست که از صفحه ایران پایدار یا از صفحه شخصی شما برنامه رو دنبال میکنن بفرمایید و بعد از اون صحبت ها با اجازهتون بریم سراغ موضوع اصلی برنامه میشه. خواهش میکنم. خیلی ممنون از مقدمه‌ای که مطرح کردین و یادآوری مباحثی که در جلسه گذشته با دوستان صحبت کردیم. ببینید، موضوع تورم و حالا موضوعاتی مثل تورم، مثل بیماری، مثل بیکاری که این دوتا بیماری از مهمترین و اصلی ترین بیماری های اقتصادی هستند که به علت وجود اختلال های جدی در نظام اقتصادی بروز می کنن و نمودار می شن، یعنی دیده می شن در اقتصاد، همواره نشان دهنده یک اختلال های خیلی جدی در سیستم اقتصادی هستند. این بیماری ها هر نظام اقتصادی یک حد خیلی کمی از نرخ تورم و یک حد کمی از نرخ بیکاری رو به نام نرخ طبیعی اونها میپذیره، اما هرگاه اندازه عددی
تورم و اندازه عددی بیکاری بزرگتر از اون اندازه طبیعی قابل قبول یا مورد توافق در حقیقت خبرگان و دانشمندان و سیاستگزاران اصلی باشه، اون وقت این نشان دهنده یک اختلال جدی در نظام اقتصادیه و باید براش فکر کرد. و اگر به اون اختلال فکر نکرد و در راستای برداشتن اون اختلال اقدام جدی شکل نگیره توسط متولی اصلی اقتصاد کلان یک جامعه که دولت و حاکمیت در یک جامعه هست، آنگاه این بیماری مثل یک سرطان ممکنه بزرگ بشه، حجمش افزایش پیدا بکنه و آنچنان در تمامی اعضای اقتصادی جامعه خودش رو نفوذ بده و گسترش پیدا بکنه که نظام اقتصادی رو نه تنها با اختلال بلکه با نابودی همراه بکنه و مجبور بشود یک سیستمی از طریق تغییرات بنیادی که سیاسی اجتماعی اساس رهیافت‌های علمی در اقتصاد وجود داره، قاعدتا همه دولت‌ها مکلفند که نسبت به بیماری‌های اصلی اقتصاد حساس بوده و همواره اونها رو رصد کنند و اداره امور اقتصادی جامعه رو بر اساس روش‌های شناخته شده، تجربه شده، تایید شده ای که در جهان مطرح شده و هست برای کنترل اونها به کار ببرد. تا اینجای قضیه برمیگرده به اینی که یک نظام اقتصادی که شبیه نظام‌های اقتصادی مطرح جهان و معمول جهان باشه، یعنی یک نظام اقتصادی مختلط که به نوعی مالکیت خصوصی رو به رسمیت شناخته، اندازه دخالت دولت در سیستم اقتصادی یک اندازه معقول در جاهایی که نظام اقتصاد در حقیقت آزاد نتوانه کارآمدی رو تضمین و تعیین بکنه یا تأمین بکنه، اون وقت دولت وارد بشه و فقط اختلال‌های نظام اقتصاد بازار رو پوشش بده. تا اینجای قضیه به این شیوه است. حالا وقتی که سیستم دولتی از یک اداره امور معمول شناخته شده علمی پا رو فراتر بگذاره و بیش از اندازه دخالت کنه در سیستم اقتصادی، در اون صورت نه تنها بیماری های یک نظام اقتصاد معمول ممکنه وارد اقتصاد بشن، بلکه یه بیماری های جدیدی دیگری هم وارد میشن. اما جالب اینجاست که همه اون بیماری های جدید هم که وارد میشن، باز محل بروز و ظهورشان همین دوتا عنصری است که عرض کردم، یعنی در تورم و در بیکاری مشاهده میشن. با این دید میتوانم بگم که ما در چارچوب مباحث علمی در حوزه های بحث و بررسی علمی نه تنها بیماری های شناخته شده و راهکارهای شناخته شده در نظام اقتصاد معمول و نظام اقتصاد مرسوم جامعه علمی اقتصاددانان رو می توانیم به راحتی بازگو کنیم و از مدل های اونها برای تحلیل اقتصاد ایران استفاده کنیم، بلکه گام رو می توانیم فراتر بگذاریم و بر اساس چارچوب های پیشرفته تر که در اونها یک نظام اقتصادی که متفاوت از اون نظام اقتصاد معمول باشه و ناکارآمدی های ناشی از رفتارهای غلطش می توانه وارد اقتصاد بشه رو به بحث بگذاریم. در مورد موضوع در حقیقت تورم به عنوان یک عنصر، حالا من چون تورم همیشه اینگونه نیست که مستقل از بیکاری بحث بشه، در بسیاری مواقع وقتی ما راجع به تورم صحبت میکنیم ناچار داریم راجع به بیکاری هم صحبت میکنیم، اما اینجوری هم نیست که حالا همیشه اینجوری باشه، در بیشتر مواقع اینجوریه، در بعضی مواقع چرا میتوان این دوتا از هم مستقل بشن. اما به صورت کلی ما وقتی که وارد تورم صحبت، وارد حوزه تحلیل تورم میشیم و راجع به موضوع چرایی و چگونگی تورم صحبت میکنیم، به قول شما تبیین موضوع تورم رو باز میکنیم، اینکه چرا شکل میگیره و چگونه گسترش پیدا میکنه، در حقیقت ما امروز دنبال این سوال هستیم که چرا شکل میگیره و چرا گسترش پیدا میکنه، اون وقت مجبور میشیم که
علاوه بر اون مباحث علمی، مباحث دیگری رو هم که در مثلا نظام اقتصادی ایران که مورد بحث و بررسی ما هست رو هم داشته باشیم. من این قسمت مقدمتا فقط عرض کردم که گفته باشم هم چارچوب علمی و هم چارچوب علمی مرسوم و هم چارچوب های تحلیلی که کیس ما به اون در حقیقت دوچار شده است رو باید وارد کنیم. حالا من اگر اجازه بدید ابتدا مباحث مربوط به عوامل اصلی رو باز میکنم از نگاه خودم، که خب ممکنه اولویت های من البته با اولویت های بعضی از افراد متفاوت باشه، ولی به هر حال شما از بنده خواستین که نظرم رو امروز مطرح بکنم، اولویت های خودم رو در این چارچوب مطرح بکنم به عنوان یک کارشناس اقتصادی. من فکر میکنم که خب اول باز کنم از دیدگاه خودم علت ها رو باز کنم و اون موضوعات علی رو طرح بکنم و بعدش شما اگر سوالات بیشتری مطرح هست در این حوزه اون سوالات رو مطرح بفرمایید. ولی قبل از اینکه من علتها رو باز کنم، اگر نکته‌ای باید بیان بشه که خب حضرت عالی صلاح میدانید رو من از شما بشنوم و بعد وارد بشم به این که اصلا حوزه های علی رو باز کنم. خواهش میکنم دکتر. نه عرض خاصی نیست، فقط من یه توضیح رو خدمت دوستان بدم. من بخش کامنت ها رو بستم برای اینکه تمرکز بیشتری روی صحبت های دکتر دلنگیزان داشته باشیم و تصویرشون رو هم بهتر داشته باشیم، اما دوستان میتونن پرسش های خودشون رو در بخش پرسش ها طرح کنن و در قسمت پایانی برنامه اون پرسش ها طرح میشه و پاسخ های دکتر دلنگیزان رو هم خواهیم شنید. آقای دکتر، ما در خدمتتون هستیم با بحث عوامل مؤثر بر وقوع تورم مزمن در اقتصاد ایران. من یه نکته دیگری هم این ابتدای کار عرض کنم که عادتاً علاقمندم که یه موضوعی رو که مطرح کنم سری سر تهش به هم نیارم، موضوع رو خوب بحث کنم و باز کنم. لذا از حضرت عالی و دوستانی که توی لایف هستن خواهشم اینه که اگر همین برنامه هم یکم طولانی شد یا نیاز به تکرار یک برنامه بعدی شد، به این باز به من این فرصت رو بدین که بحثم رو عقیم نکنم یا بحثم رو ابتدا و انتهاش رو به هم نچسبانم که اون فهم موضوع از نگاه خودم این مقداری مثلا نارسا باشه. ببینیم، کاملا استقبال میکنیم. سلامت باشید. ببینید، ما در بحث قبلی یه دوره قبل از انقلاب داشتیم، دوره سالهای 41 تا 48 که به دوران عالی خانی مشهور هست، که اون دوره نرخ متوسط تورم در اقتصاد 1.7% بوده و نرخ رشد نقدینگی خیلی بالاتر بوده و نهایتاً یه ظرفیت بالایی برای رشد در اقتصاد وجود داشته و یه اقتصاد با رشد بالای، یعنی با رشد دو رقمی در اقتصاد در طول اون 18 سال شکل گرفته که ظرفیت اقتصاد ایران امروز از همون زمان و در دوران عالی خانی به وجود میاد، چرا که اصلی ترین حوزه کنترل در حقیقت اقتصادی جامعه یا هدایت اقتصادی جامعه در اون چارچوب هست. پس با توجه به توضیحاتی که در جلسه قبل دادید میتونیم بگیم که این دوره و این نرخ تورم در حقیقت یک نرخ تورم ایدئال یا معمول برای اقتصاد ایران، اگه بخوایم این شرایط رو در نظر بگیریم اون شرایط همینطوره. بله همینطوریه، یعنی هم نرخ رشد اقتصادیش ایدئاله، هم نرخ تورمش ایدئال هستش که اتفاق افتاده. خب این نشان میده که این به هر حال یک زمانی که اقتصاد در یک چارچوب درستی اداره شده، در اون چارچوب درست این پاسخ گرفته شده در همون زمان و نمونش هم 8 سال 9 سال تکرار شده. حتی تا سالهای 1351 هم ما میبینیم که ادامه اون کار همینجوری اون ساختارهای شکل گرفته 3 4 سال طول کشیده تا از 48 تا 51 تغییر کرده و وارد یه دوره تورمی جدید شده. ولی در دوره تورمی که از سال 1349 شروع میشه تا 1356 اگه یادتان بیاد، اون وقت ما دیدیم که یه نرخ تورم 16% در 55 و 25.6% در 56 وارد اقتصاد ایران میشه. یعنی ما وارد یه دوره‌ای داریم میشیم که شکل‌گیری تورم ملاک در حقیقت خروج اقتصاد ایران از یه سری تعادل‌های اولیه هست، یعنی اقتصاد ایران از تعادل داره خارج میشه. اما چه چیزی اقتصاد ایران رو از تعادل خارج میکنه؟ ببینید، اولین ملاکی که ما اون دوره داریم و سوال قبل از اینکه در حقیقت به این قسمت وارد شید، یه سوالی که شاید برای مخاطبها جذاب باشه، البته الان ذهن خود من رو هم مشغول کرد، ما اگر اون دوره رشد 1341 تا 48
عالی خانی رو که فرمودید ادامه میداد ایران، گرچه حالا خب تصورش تصور محالی نیست، اما میخوام ببینم اگر اون دوره ادامه پیدا میکرد ایران امروز از نظر اقتصادی جایگاهش شبیه کدوم کشورها بود؟ ببینید، نظام اقتصادی اون روز به شدت منشعب از نظام توزیع قدرت اون روز بوده. نظام توزیع قدرت اون روز به شیوهی قدرت رو در اختیار داشته که اون در حقیقت تمایلات شخصی اون در حقیقت سیستم قدرت رو دنبال می کرده و به همین علت ما از سالهای 49 به بعد انحراف در تخصیص منابع در اقتصاد داریم. یعنی به جای اینکه منابع برود به سمت اینکه اقتصاد ایران قدرتمند بشود و بعد یک اقتصاد قدرتمند جهانی شده که منابع مالیش را ناشی از تولید ارزش از طریق تولید کالاها و خدمات و فروش اونها به جامعه جهانی به دست بیاره و هر بار این رو تقویت کنه، تکثیر کنه و بعد مازاد این رو یه ذره یه ذره ببرد در سایر سیستم‌ها از جمله سیستم‌های نظامی امنیتی و سیستم‌های قدرت خرج کنه، از همون زمان دچار توهم میشه و چون منابع مالی نفت رو در حقیقت به جای منابع مالی اقتصادی اشتباه میگیره، در حالی که اینا دو تا عنصر متفاوت هستن، قاعدتا تصمیم میگیره که نظام قدرت رو تقویت بکنه به جای اینکه نظام اقتصاد رو مبنای شکل گیری نظام قدرت قرار بده. اون وقت نظام در حقیقت از اون منابع مازاد برای تثبیت و تقویت قدرت استفاده میکنه و این تمرکز قدرتی که در یک نهاد یعنی شخص پهلوی دوم اتفاق میفته و شخصا دیگه تاثیر جدی روی تخصیص منابع میگذاره، باعث میشه که به صورت مستقیم پول نفت بیاد در اقتصاد ایران خرج بشه، این پول نفت وارد بودجه بشه، این پول نفت وارد مستقیم وارد اقتصاد بشه، مستقیم بتوانه کالا بخره در بخش مصرفی، مستقیم بتوانه کالا بخره در بخش سرمایه ای و مستقیم برود در این سیستم ها قرار بگیره. و چون این پول مازاد بر توان داخلی برای تأمین در حقیقت کالا و خدمات بوده و مازاد بوده، هرگاه به صورت دلاری خرج می شده سرمایه رو وارد کشور می کرده و کالای جدید تولید می توانسته بکنه، اما طول می کشیده چون زمانی که شما سرمایه گذاری می کنی اول باید زیرساختات رو آماده بکنی و بعد در اون زمان زیرساختا خیلی آماده نبوده، بخش عمده ای از این پول ها رو باید صرف زیرساختا می کردی، خود زیرساختا هر کدامش 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال زمان تولید لازم داره، یعنی شکل گیری نیاز داره و بعدش تازه بعد از زیرساختا شما سرمایه گذاری هایی که میتوانه به تولید ختم بشه رو روی اون زیرساختا باید بگذاری، خود اونها هم هر کدام یه دوره سرمایه گذاری دارن، بدونی که به این دوره ها توجه بشه با اولین زیرساخت های اولیه مثل اسکله ها، مثل جاده های اولیه، مثل اولین فرودگاه یا مثلا اینجور چیزها یه بار توهم توسعه برداشته میشه توسط اون سیستم و این توهم باعث میشه که قاعدتاً حجم بزرگی از پول مستقیماً در سیستم اقتصادی هزینه بشه. خیلی نکته مهمی هست مبتنی بر اینکه ظرفیت اقتصادی ایران برای هزینه کردن منابع مالی حاصل از دلار در اون زمان هم محدود بوده، الان هم محدوده، زمانهای دیگر هم محدوده. وقتی شما مثلا اگر اقتصاد ایران در یک دوره‌ای مثل اون زمان توان هزینه کرده فقط مثلا 8 میلیارد دلار در اقتصاد وجود داشته و شما در اون زمان یه بار 25 میلیارد دلار بخواید توی اقتصاد خرج کنی، اون پول مازاد میاد و مشکل ایجاد میکنه، به قول یکی از اقتصاددانان این پا در میاره و حرکت میکنه و میاد از یه جاهایی خودش رو بیرون میزنه. این یه حقیقت محضه که کاملا این پول اضافه چون نمیتوانه توسط بخشهای اصلی اقتصادی جذب بشه به صورت یه پول مازاد میمانه و فقط به صورت تورم خودش رو نشان میده. ببینید خیلی راحت من یه رابطه قدیمی و ساختاری اقتصاد رو توضیح میدم برای دوستان که بتوانن این رو بهتر متوجه بشن. حجم کالاهای واقعی که تولید میشن توی اقتصاد ضرب در قیمت اونها اندازه پولی کالاها و خدمات رو نشان میده. حالا باید دقیقاً به این اندازه پولی در طرف پولی اقتصاد یا پول وجود داشته باشه اگر هر واحد پول یک معامله رو به چرخانه، یا پول ضرب در تعداد معاملاتی که هر واحد پول انجام میشه رو ما قرار میدیم که بتوانه در حقیقت اون تولید رو شکل بده. حالا اگر تعداد معاملات قابل انجام در یک اقتصاد ثابت فرض بشه،
اون وقت شما قیمت ضرب در مقدار برابر با یک حجم نقدینگی. حالا هرگاه حجم نقدینگی رو شما بالا ببری و تولیدت ثابت باشه، ناچار در طرف قیمت ها باید افزایش ببینی. یعنی هر نوع افزایش در نقدینگی وقتی که مقدار تولید قابلیت پاسخ به اون رو نداشته باشه، شما افزایش در چی رو خواهید دید؟ در سطح قیمت ها رو خواهید دید. رابطه ساده مقداری پول هرچند اشکالاتی دارد، اما خیلی خوبه، راهگشاست، آدرس خوب و دقیقی میده برای اینکه ما ببینیم چه اتفاقی میفته. واقعیتش اینه که در دوره قبل از انقلاب، اولین دوره تورمی که سالهای 49 تا 56 در حقیقت اتفاق میفته، ناشی از هزینه کرده در حقیقت مستقیم درآمدهای حاصل از نفت در سیستم اقتصادی در داخل بودجه و ایجاد مازادهای بودجه بیش از حد تحمل اقتصادی است که هست. اون مازادها باید میرفت در یک صندوق ذخیره ذخیره میشد، اون مازادها باید در یک مجموعه خارج از کشور سرمایه گذاری میشد. نه اینکه در اون زمان این اتفاقا نیفتاده، اما اون صندوق ذخیره به شدت میتوانه مؤثر و مفید باشه که وجود نداشته است در اقتصاد ایران. این موضوع به من میگه که یک نظام غلط بودجه ریزی، یک نظام غلط انتقال درآمدهای نفتی به داخل بودجه و هزینه کردش مازاد بر ظرفیت در حقیقت تحمل و جذب اقتصاد، یه ضریب جذب داره هر اقتصاد در حوزه در حقیقت اینجور چیزهایی، میتوانه به شدت تورم ساز باشه، به گونه ای که یک دوره بسیار درخشان را نابود کنه و در کمتر از 6 سال بعد از اون، 7 سال بعد از اون، نرخ تورم 25% با یک نرخ رشد بسیار پایین و بعد با یک تقاضای تغییر و تحول اجتماعی جدی همراه بشه، که خب بله انقلاب ایران رخ میده و این تحولات اجتماعی اتفاق میفته و کل اون سیستم به واسطه اون رفتارهای غلطش کنار گذاشته میشه. پس فقط هم اقتصادی نبوده، اما اقتصاد عنصر اصلی در این چارچوب ها هستش و قاعدتا مشاهدهش میکنه. من فقط یه تعریفی رو اینجا ارائه بدم. عملا سیستم هایی رو که ما در تخصیص منابع در سطح کلان میبینیم، یعنی سیستم های قدرت، این سیستم ها رو ما عاملی میبینیم برای توزیع منابع، منافع و فرصت ها. پس هر سیستم قدرتی در هر حالتی داره این کار انجام میده و اینها یعنی اقتصاد. یعنی هیچ سیستم قدرتی نیست که عملا کنش اقتصادی نداشته باشه و این کنش اقتصادی باید مسیر درست و صحیحی رو درش هدایت بشه و این منابع، منافع و فرصت ها درست توزیع بشه. حالا اینکه خب موضوعات دیگری هم هست که خب یه سیستم ممکنه سالم باشه، خب به کارآمدی فکر میکنه و به توزیع مناسب، بعد اگر به علتهایی از سلامت یکم دور بشه میره تو دوره ناسالم، بعد اون وقت کارآمدی صدمه میبینه، بعد این صدمه کارآمدی میره سیستم های توزیع رو هم به هم میزنه. تو دوره ناسالمیش یه دوره نیمه عمر داره، یعنی از دوره ناسالمیش میرسه به نیمه عمری که داره. اگر تا قبل از نیمه عمر باشه، تمایل به کارآمدی و برگشت به دوره سالم درش زیاده، اما اگه بیاد زیر دوره نیمه عمرش، اون وقت دیگه سیستم با شدت بیشتری ناکارآمدی رو دنبال میکنه و ناکارآمدی چون در بعد از نیمه عمر ناسلامتی در سیستم یا بدون سلامت در سیستم ما میبینیم منابع، منافع و فرصتها بهش راندها و امتیازها و فساد اضافه میشه، یعنی اون ستا هم اضافه میشن که عنصری برای توزیع میشه و بعد نظام شایستگی تغییر ماهیت میده، از انتخاب شایستگان به سمت ناشایستگان حرکت میکنه، اون وقت سیستم به سمت یک فساد کامل و یا یه تغییر بنیادی حرکت خواهد کرد و ما بعد از اینکه سیستم سالم ناسالم داریم وارد سیستم فاسد میشیم، که البته در یه سیستم فاسد ممکنه کارآمدی وجود داشته باشه ولی قطعا شرافتمندی و توزیع درست وجود ندارد، که اون بحث بعدی است و خود اینها همه عواملی هستند که میتوانند در شرایط زمان و مکان حوزه تورم رو برای ما پوشش بدن و توضیح بدن. من الان ورود نمیکنم، بحث اقتصاد سیاسی موضوع تورم رو داریم بحث میکنیم. واقعیتش اینه که اصلا امکان نداره راجع به تورم صحبت کنیم و راجع به اقتصاد سیاسیش صحبتی نکرده باشیم، همه مباحث اقتصاد سیاسی. پس اولین حوزه‌ای که من عرض کردم حوزه ورود درآمد حاصل از نفت به این سیستمه و مستقیما تبدیل کردن دلارهای نفتی به ریال. ببینید این فرایند تنها فرایندی بود که بعد از انقلاب هم ادامه پیدا کرد.
فرایند غلط سالهای 49 تا 56 بعد از انقلاب ادامه پیدا کرد، فرایند درست 1341 تا 48 ادامه پیدا نکرد. یعنی اون تجربه به واسطه اینکه یه شکاف زمانی افتاده بود در بعد از انقلاب با اون و به یاد کارشناسان نمی افتاد و کارشناسان هیچ سابقه در حقیقت درستی ازش نداشتن، اون تجربه تکرار نشد. تجربه غلط 1349 تا 56 تکرار شد، یعنی مستقیما دوباره بعد از انقلاب دوباره همون برنامه‌ای که برای قبل تدوین شده بود به صورت مشخص در سازمان برنامه اگه یادم مانده باشه ششم که اجرا هم نشد، همین برنامه تکرار شد منتها بدون مستعد تصویب و همون روش اجرایی در حقیقت در سیستم که فروش مستقیم نفت و وارد کردنش توی سیستم بودجه بود آمد و وارد در حقیقت سیستم اقتصاد ایران شد و ما بودجه بندی رو در سالهای 1358 به این طرف 59 مخصوصا که توی جنگ هست به واسطه اصرار و اجباری هم که توی جنگ داشتیم ناچار همون روش خرج کردن دلارهای نفتی در اقتصاد رو دنبال میکردیم و این بود که قاعدتا ما بعد از انقلاب یک سیستم غلط بودجه بندی رو ادامه دادیم و اصلا به دنبال اصلاح اون سیستم بودجه بندی حرکت نکردیم و این سیستم چون از حالت کارآمدی خارج شده بود و به سیستم ناسالم رسیده بود، این سیستم و هیچ انگیزه در درون سیستم وجود نداشت، در درون نظام حاکمیت وجود نداشت که این اصلاح بکنه و اصلاحات بیشتر نمایشی و فرمایشی بودن و اصلاحات واقعا ساختاری نبودن، این باعث شد که همین سیستم بودجه ریزی از نیمه عمر خودش بگذره و از نیمه عمرش که گذشت وارد اون قسمت تخریبی بشه و ما وارد دوره‌های با انحراف‌های خیلی شدیدتر و خیلی شدیدتر بشیم که در نظام بودجه‌ریزی ما دقیقاً این عامل باعث می‌شد که ما مجبور باشیم در ابتدا یک نظام بانکداری جدیدی رو خود درآمدی درست کردیم دیگه، به نام نظام بانکداری بدون ربا آوردیم درست کردیم. کسانی هم این نظام بانکداری رو نوشتن که هیچ کدامشون بانکدار بین‌المللی نبودن، هیچ وقت در سیستم بانکداری کار بانکداری نکرده بودن، بیشتر یه سیستم قرض الحسنه رو مد نظرشون بود که مثلا فرض کنید منابع به صورت قرض الحسنه مبادله بشه، اما بعد نظام قرض الحسنه نمیتونه با یه نظام بودجه‌ای غلط همراه بشه. شما در یه نظام قرض الحسنه با تورم میخوای چیکار کنی؟ با مازاد پولهایی که وارد یه سیستم قرض الحسنه میشه میخوای چیکار کنی؟ یا اینها نسبت به پولهای موجود باید در حقیقت واکنش نشان بدن، نسبت به سیستم قیمتها واکنش نشان بدن، و یا اینکه به هر حال حوزه‌های فساد و اینجور چیزها باید شکل بگیره. قاعدتا ما در این مجموعه اون چیزی که مشاهده میکنیم این است که ما وارد یه مجموعه ای از تغییرات بنیادی در اقتصاد میشیم که نظام بودجه‌ریزی غلط پای ریز همه اونها میشه. من یه مقدار میرم جلوتر که این موضوع رو بهتر باز کنم. ببینید نظام بانکداری که ما طراحی کرده بودیم یه نظام بانکداری بود که توی اون نخبگان بانکداری وجود نداشت. قوانین و مقرراتش هم دقیقا قوانین و مقررات پذیرفته شده 400 سال نظام بانکداری پولی جهان نبود. بیشتر مبادله های معمول و با استفاده از یه سری ملاک های در حقیقت تشخیصی گروهی غیرحرفه‌ای اتفاق افتاده بود، یعنی گروهی غیرحرفه‌ای داشتن این نظام رو جمع جور میکردن، لذا نظام بانکداری غیرحرفه‌ای ناچار به علت اینکه در سطح کلان کار میکرد ناچار به صورت آزمون و خطا انجام فعالیت میداد، یعنی فعالیتاش رو به صورت آزمون و خطا انجام میداد و خطاهای زیاد تکرار شده رو در این سیستم ها میتوانیم مشاهده کنیم. در سالهای دهه 70 این خطاها باعث شد که ما اجازه بدیم نظام بانکداری خصوصی وارد موضوع بشه و در دهه 80 توسعه جدی پیدا بکنه. این در حالی بود که شما یه بستر سالم برای نظام بانکداری جدی نداشت، یعنی بستر سالم و درست و قابل قبول در سطح بین الملل که قابل انطباق با قوانین و مقررات بین المللی و سیستم های بین المللی باشد نداشتید و حالا این سیستم داشت میرفت که اختلال هاش رو با یه سری در حقیقت احتمالات همراه بکنه. سیستمی که زیر ساخت درست نداشت یک نظام بانکداری خصوصی کنارش راه اندازی شد که حالا اگر در نظام بانکداری
دولتی اگر که نظام بانکداری خلق نقدینگی هم میکرد، با دولت همراهی میکرد برای اینکه بودجه رو، پول نفت رو تبدیل به ریال بکنه، تو سیستم بچرخانه و این پول در حقیقت دوباره به سیستم بچرخه و یک خلق نقدینگی باشه، اما این مالکش در حقیقت دولت و کل منافعش مربوط به جامعه باشه، حالا در دهه 70 و 80 به علت اینکه اشتباه در برداشت وجود داشت، یه نظام بانکداری خصوصی وارد قضیه شد که نه تنها در نقدینگی مشارکت میکرد، بلکه سهم بزرگی از این نقدینگی رو به مالکان اون بانکهای خصوصی منتقل میکرد. لذا نه تنها در ناکارآمدی شریک بود، بلکه این ناکارآمدی کارا در حقیقت از کارایی رو، این فاصله گرفتن از سیستم کارآمدی اقتصادی رو، تبدیل می‌کرد به یک نظام بازتوزیع غلط هم. و این نظام بازتوزیع چون منابع، منافع، فرصت‌ها و حالا در حال جدید رانت‌ها رو داشت توزیع می‌کرد، ناخودآگاه در سیستم قدرت نفوذ می‌کرد و خودش رو وارد سیستم قدرت می‌کرد و ناچار این اتفاق‌ها می‌افتاد. و این نظام شایستگی که انتظار ما هست که در هر سیستمی که مثلا مثل سیستم پولی لازمه تحت تأثیر شدید قرار داد. چطور؟ به این شیوه که نظام بانکداری یک بیس غلط داشت، یک زیرساخت اشتباه داشت در کل و اصلا امکانش نبود به اون شیوه بره جلو. حالا آزمون و خطاها باعث شده بود که نوع معاملات یا خلق پولی که از کانال تبدیل دلارهای نفتی به ریال و بعد بازتوزیعش در سیستم به صورت منابعی که در اختیار دولت قرار می گرفت برای خزینه های دولت و بعد دوباره دولت این پول ها رو میبرد میذاشت توی نظام بانکی و بعد بانک این رو بر اساس ضریب تکاثری که داشت این رو تکثیر میکرد و خلق نقدینگی میکرد با چند بار چرخ خواندن، حالا این نظام نه تنها اون اشکالات رو داشت، حالا اشکالات سیستم چی؟ سیستم خلق رانت هم داشت، چون خصوصی شده بود و حالا این خصوصی شدنه میتوانست نظام شایستگی رو به هم بریزه. ببینید در نظام شایستگی بانکداری حرف ما بر اینه که همه کسانی که در نظام بانکداری دارن کار میکنن باید حرفه‌ای متخصص بانک باشن. حالا اگر شما در این سیستم به واسطه این امتیازهای رانتی که داره ناخودآگاه افراد زیرنفوذ سایر حوزه ها علاقمند بشن که برن توی هیئت مدیره بانک ها بشینن، در اون صورت این افراد غیر حرفه‌ای نه تنها بانک رو به صورت غیر حرفه‌ای اداره میکنن، بلکه تابع مطلوبیت شخصی اونها با تابع مطلوبیت سیستم بانکداری و سیستم اقتصادی کشور در تعارض میفته و در این صورت قاعدتاً چون امتیاز تعارض منافع به سمت منافع فردیه، ناخودآگاه در این سیستم نه تنها خلق رانت به شدت بالای اتفاق میفته، بلکه میتوانه این خلق نقدینگی بزرگ در یک فرایند بلند مدت جوری براش برنامه ریزی بشه که کل منافع منتقل بشود به اون حوزه مالکی. خیلی ساده من میخوام اسم ببرم، خیلی ساده یعنی این عناوین رو مطرح بکنم. ببینید، فرض کنید که من یه بانک خصوصی هستم و بانک خصوصی میبینه که این کشور هر سال 30 میلیارد دلار، 50 میلیارد دلار، 80 میلیارد دلار داره نفت فروخته میشه و حدود 30 میلیارد دلارش الان ظرفیت هست که در اقتصاد خرج بشه و میاد در اقتصاد خرج میشه و این یه تورم 15% به صورت دائم در اقتصاد ایجاد میکنه، در حالی که نرخ سود وام ها کمتر از اینه، نرخ سپرده ها هم کمتر از اینه، حالا یا در همین حده. خب در این صورت این سیستم بانکداری متوجه میشه که اون پول که وارد سیستم میشه، اون 30 میلیارد دلار، در یک ضریب تکاثری ضرب میشه و بعد از یه بار چرخش که بانک مرکزی دلار رو تبدیل به ریال کرد، ریخت به حساب بانک ها، برای حساب بانک، برای حساب دولت، دولت این رو دوباره میده به دست پیمانکارا و حالا این دیگه باید یا به صورت به دست کاربنده به صورت حقوق و حالا این نظام بانکی اینو میتونه بچرخونه و خلق پول بکنه. خب در این صورت نظام بانکی که وارد این حوزه میشه قشنگ میفهمه که این افزایش قیمت ها هر 10 سال هر چیزی رو 10 برابر میکنه. ببینید یه عقل ساده ساده محاسباتی شکل میگیره، یعنی کاملا این افراد متوجه میشن که در هر 10 سال هر چیزی در این سیستم 10 برابر میشه، پس یعنی در 20 سال چند برابر میشه؟ 100 برابر، چون 10 برابر 10 برابر، و در 30 سال چقدر میشه؟ 1000 برابر، چون میشه 10 برابر 100 برابر، و در 40 سال
10,000 برابر و این اتفاق میفته. یعنی شما نگاه میکنی میبینی مثلا یک کالایی که قیمتش مثلا 90 ریال بوده الان به 900 هزار ریال رسیده. مثلا یک کیلو برنج در سال 1357 9 تومن الان 90 هزار تومن. دقیقا این مشخصه که این 10 برابره کاملا معنی داره. خب این سیستم هر کاری شما بکنی نمیتوانه بیاد که از طریق وام دادن سود در حقیقت مالکین رو تضمین بکنه. این یاد میگیره که بخش قابل توجهی از پولش رو یادگیرنده است دیگه ببره تو سیستم املاک ملک بخره و بعد تو 10 سال این رو 10 برابر بکنه، سرمایه های خودش رو 10 برابر بکنه. این در حالی است که بدهیش به کل صاحبان سپرده ها فقط 3.5 برابره. یعنی اینجا 6.5 برابر سود میبره. این عقل در حقیقت یادگیری است که در این سیستم ها به وجود میاد. لذا ناخودآگاه نه تنها تخصیص منابع، منافع و فرصت ها میکنه، حالا رانت ها رو تبدیل به فساد سیستمی میکنه. ببینید اینها همه برای بانک به سود تبدیل میشه، برای بانک خصوصی به سود تبدیل میشه، اما برای جامعه به تورم تبدیل میشه. چون وقتی که نظام بانکداری ورود کرد و رفت ملک خرید، اون وقت منابع مردم را از تولید میگیره، دیگه به تولید اختصاص پیدا نمیکنه، از این ور به دلالی در بخش مسکن اختصاص میده. خب این خودش میتونه چی باشه؟ کاملا از یه طرف عرضه رو کم کنه، از یه طرف تقاضا رو بیشتر بکنه. خب هر چیزی که عرضه رو کاهش بده تورم سازه، هر چیزی که تقاضا رو افزایش بده تورم سازه، هر چیزی که اینها رو با هم انجام بده تورم سازه. ببینید پس نظام بانکداری غلط آدرسش رو از اون بودجه غلط و بودجه بندی غلط میگیره که از سال 1349-50 هم شروع میشه اون روش غلط، ولی ادامه پیدا میکنه. فرایندهای رشد نقدینگی در اقتصاد ایران هر بار تکرار میشه. یک بار توسط بخش خصوصی در سیستم بانکداری، بار توسط خود دولت که میاد و پولش رو میفروشه، یعنی دلارش رو میفروشه و تبدیل میکنه. این خودش یه بخش اصلی تولید نقدینه. قسمت بعدی وقتی است که نظام بانکداری میاد توی سیستم و این کار رو انجام میده و بعد سیستم بانکداری مرکزی به همان علتی که عرض کردم، از چون از نیمه سال میگذره و به نیمه عمر سال میگذره و دیگه نمیتوانه درست کنه، نظام بانکداری مرکزی هم همراه این سیستم بانکداری حرکت میکنه و به جایی که یک نظارت درست دقیق داشته باشه و بانک ها رو هدایت بکنه به مسیری که وظیفه اونهاست، در بسیاری مواقع با اونها همراهی میکنه و اونها رو مشارکت میده در این برنامه های جدید خودش و خودش هم مشارکت میکنه در اونجا. و این به دبستانی که بین سیستم مدیریتی این طرف و سیستم مدیریتی اون طرف اتفاق میفته، منافع هر دو رو در بخش های مدیریتی بالا میبره، اما در بخش های سیستم اجتماعی یک ناکارآمدی بالا، یک توزیع نابرابر و یک حجم بالای نقدینگی که به تورم ختم شده رو چیکار میکنه؟ به وجود میاره. یه نکته جالبی که اینجا شکل میگیره اینه که بهش میگیم ایران دیلما، معمای ایران. معمای ایران تو این حوزه خیلی جالبه. در سطح کلان جامعه حجم نقدینگی اینقدر زیاده که مثل سونامی جامعه رو، اقتصاد رو نابود میکنه، تورم سازه. در سطح خرد یک دانه از اون ریال ها وجود نداره و تمام بنگاه های اقتصادی از نداشتن سرمایه در گردش و سالها ماندن پشت در بانک ها برای گرفتن یه ریال وام له له میزنن. چطوره که در سطح خرد ما هیچی نداریم به اینها بدیم، ولی در سطح کلان این مشکل اصلی ماست؟ این دقیقا همان سیستمیه که از نیمه عمر سالمش گذشته. ببینید در همین سیستمی که از نیمه عمر سالمش گذشته، این نقدینگی های بزرگ رو نمیان به 50,000 پرونده مثلا 1 میلیارد تومانی بدن که بشود مثلا 50,000 میلیارد تومان، اصلا نمیان این کار بکنن. میان به 10 تا پرونده 2,000 میلیارد تومانی میدنش. اون 10 تا پرونده هر کدام 2,000 میلیارد تومان برای نظام بانک خصوصی خیلی آسانه. یه پرونده است، یه وثیقه است، ببینید یه کارمنده، یه نظارته، ولی 2,000 میلیارد جابجا میشه. پس میتوانه خیلی توش حرفای جدی وجود داشته باشه، در حالی که توی 50,000 تا اصلا اون سیستم بانک اصلا نیرو نداره که اینقدر پرونده رو بررسی کنه، اینقدر، یعنی اصلا شعبش، امکاناتش اجازه این کار رو نمیده. لذا در بسیاری مواقع شما
در نظام بودجه‌ریزی حتی تبصره های عجیب غریبی پیدا میکنی که تو اون تبصره نوشته است که نظام بانکداری فلان مکلف است که این تعداد، این مقدار مثلا 65 هزار میلیارد تومان رو بین مثلا این تعداد بنگاه توزیع بکنه. اصلا نظام بانکداری میاد یه جا 80% اون رو به کمتر از مثلا چند تا دانه ها میده، ما بقیش رو تا اونجایی که رسید خورد، تا اونجایی که رسید و سیستم خودش اجازه داد توزیع میکنه. چرا؟ برای که اصلا اون سیستم از نیمه عمر گذشته و به جای اینکه بیاد منابع، منافع و فرصت ها رو توزیع بکنه، حالا داره راند ها و مازاد بر راند ها رو داره توزیع میکنه و اون سیستم دیگه نمیتوانه برگرده و این کار سلامت رو انجام بده. اینجا من نه تنها نقش نقدینگی رو دارم وارد سیستم تورم میکنم، نقش فساد و کاهش شدید سرمایه انسانی و ناکارآمدی های ناشی از یک سیستم فاسد و یا به سمت فاسد و افزایش هزینه مبادله رو دارم وارد چی میکنم؟ وارد یک سیستم اقتصادی میکنم و میگم که ببینید حالا قیمت ها به این علت ها هم داره رشد میکنه. اون نقدینگی باید یه جای خونسا بشه، یک بخشیش در دلالی خونسا میشه، یک بخشش در توزیع رانت در این وسط خونسا میشه که میشه افرادی که نفوذ پیدا میکنن، اطلاعات به دست میارن، امضاهای طلایی میگیرن یا کارچاق کنی میکنن یا هر چیز دیگری که تو این سیستم هست، بخشش شامل اون فسادی میشه که باعث در حقیقت به هم خوردن زمان تعهدات میشه. یعنی نظام بانکداری که با ایشی و عمل میکنه، حالا عرض میکنم یکم میرم جلوتر و نکات بیشتری رو باز میکنم همون سیستمی که داره چه کار میکنه، همون نظام بانکداری چون سهمی از قدرت رو به دست میاره، قدرت تعیین کنندگی بالا در نحوه توزیع منابع خودش رو به دست میاره و نظام بانکداری مرکزی اصلا دیگه نظارتی بر اون توی حوزه نمیکنه. خیلی ساده شما قراردادهای بانکی رو نگاه کنید، توی قراردادهای بانکی فردی که میخواد وام بگیره فقط میتوانه امضا کنه، حق جابجا کردن یک نقطه را نداره، قرارداد از بالا به پایین تحمیل میشه. ببین در قاعده حقوقی، من هم در قاعده اقتصاد صحبت میکنم هم در قاعده حقوقی، در قاعده حقوقی باید متعاملینی که میخوان یک معامله انجام بدن جایگاه تعهدات مسئولیتشان یکسان باشه و وزن هر کدام در معامله‌ای که انجام میدن باید یکسان باشه، نباید هیچ کدام نظرش رو بر دیگری تحمیل کنه، در غیر این صورت اون معامله باطله، از همه نظام‌های حقوقی اون معامله باطله. یعنی شما نمیتوانی با یک بخشی معامله بکنی که همه نظراتش رو به تو تحمیل بکنه. خب این چه معامله‌ایه دیگه؟ هیچ معامله‌ای نیست دیگه، اصلا امکان پذیر نیست. معامله وقتی قابل قبوله که دو طرف بتوانن هر کدام نظراتشان رو وارد قرارداد کنن و بنویسن، اما در قراردادهای بانکی اصلا اینجوری نیست. لذا بانک هر نوع در حقیقت تمایلات خودش رو در قراردادها وارد میکنه و از بالا به پایین در سیستم توزیع منابع هم حتی برای سرمایه گذاری در بین افراد در دو بخش داریم، یک سرمایه گذاری ثابته، یکی در سرمایه گذاری در گردشه، میاد و تمام ناکارآمدی رو به فرد منتقل میکنه. بانک 80%، 70%، 60% سهم اون در حقیقت کارخانه رو به خودش اختصاص میده و باید فرد هم در حقیقت 30%، 20% یا 40% سهم خودش رو بپردازه. فرد اول باید سهم خودش رو بپردازه، بعد بانک سهم خودش رو به اقساط میپردازه. این نکته یک. پس فرد حتما از اول باید عمل بده ولی بانک به اقساط بده. دوم اینکه این دو نفر قراردادشان رو بر اساس یه طرح توجیهی شروع کردن، اما بانک هر وقت دلش بخواد قسط رو میده، هر وقت بخواد نمیده. بعد در خود قرارداد جوری اعمال نظر کرده که فرد سرمایه گذار تمام گناه ها میفته گردن اون، یعنی اون اگر هر ناکارآمدی او کرده، بانک اصلا دخالتی نداشته. بعد در همین حینی که این دیرتر داره اقساطش رو میپردازه، همون قسط اولی که داده تا قسط دوم که بخواد بپردازه، قسط اول هر چقدر که ناکارآمدی رفتار بانک باعث بشه که اون قسط اول ناکارآمد بشه، سود دوران مشارکت رو به شریک تحمیل میکنه، یعنی سود دوران مشارکت رو باید بپردازه. بعد تازه فرض کنید که میخواد حالا قسط دوم رو بده، قسط دوم رو داره زمانی میپردازه که نرخ‌ها 50% رشد کردن، اما بانک همون پول قبلی رو میده
و همون اندازه مشارکت داره، یعنی سهمش همون اندازه است، در حالی که ما بقیه پول رو باید شریک بپردازه و اصلا میزان سهم و شرکه شریک اصلا عوض نمیشه. ببینید یه اینجور تحمیل های جدی هم باعث میشه که دوران سرمایه گذاری طولانی بشه، هم باعث میشه که یک تحمیل نظر از بالا به پایین که ظالمانه هست به شریک تحمیل بشه. ما در اقتصاد به این میگیم یک سیستم مخاطرات اخلاقی، مورال هازارد اتفاق میفته، که این مورال هازارد در یک سمت این قضیه در سیستم های شناخته شده مورال هازارد اصلا به قدرت نگاه نمی کنه که سهم قدرت چقدره، مثلا قدرت اعمال نظر از بالا به پایین هست، چون اونو در اقتصادهای پیشرفته دنیا بررسی کردن، اونها فقط مبتنی بر پنهانکاری اطلاعاتی و اینکه اطلاعات کدام طرف نسبت به کدام طرف بیشتره مورال هازارد رو بررسی کردن. اما در اینجا شما اصلا مسئلت این نیست، مسئلت اعمال نظر از بالا به پایینه که یک طرف کژمنشی میکنه، یه طرف کژگزینی میکنه و بعد این در فرایند زمان باعث میشه که برعکس بشه. حالا طرفی که شریک بعد از اینکه به سود رسید پنهانکاری کنه و سهم بانک رو به نوع خایه به خصوصی نده و بعد با ناکارآمدی های ظاهری که به وجود بیاره مثلا سیستم رو ورشکسته نشان بده که نخواد پول بانک رو بده ولی از طریق دیگری اون اموال رو داشته باشه، یا نه بانک بخواد رفتار غلطی داشته باشه از فرد شکایت کنه، فرد رو خلعیت کنه و کل اون بنگاه رو تصاحب کنه، که در بیش از 90% موارد، بیش از 90 و شاید 4-5% موارد بانک فرد رو خلعیت میکنه و بنگاه رو تصاحب میکنه، ولی 2-3% هم میشه دید که فرد سر بانک کلا گذاشته و بانک و مثلا برای بانک مشکلات ایجاد کرده. اما به صورت کلی اینها همش باعث میشه که شما در نظام تولیدی یک کشور که اساساً یک کالا میخواد تولید بشه، اون کالا با هزینه تولید واقعی تولید نشه. یعنی اندازه هزینه تولید اصلا دیگه اینجا شفاف نیست. اصلا فرد بعد از اینه که یه کارخانه‌ای که باید توی 18 ماه راه بندازه توی 5 سال و نیم راه انداخت، این چطوری دیگه شما میتوانی بهش بگی که این هزینه تولیدش، ملاکش یا مقدار در حقیقت هزینه تمام شدهش کارآمده و قابل رقابته؟ لذا دوچار یک ناکارآمدی شدید تحمیل سیستم ناکارآمد میشه و این سیستم بانک که به علتهای زیادی شما اصلا نمیتوانی بر علیه بانک هیچ کاری بکنی، چون افرادی که توی بانک مدیر هستن هر کدام تو صد جای دیگه هم نفوذ دارن، اصلا به خاطر پول زیادی که بانک داره بهترین وکلای جامعه رو در حقیقت در اختیار میگیره. الان بهترین وکلایی که توی جامعه هستن همه در اختیار بانک ها هستن، یعنی نظام وکالت هم ما مشکل داریم. وکلایی که در اختیار مردمن، 1/10 وکلای بانک قدرت، زور، نفوذ و توان تخصصی ندارن و اینها همش عاملی میشه برای اینکه قاعدتا ناکارآمدی های سیستم بانکداری وارد سیستم تولید بشه و لذا این ناکارآمدی ها هزینه مبادله رو بالا میبره، زمان تأخیر در تولید ایجاد میکنه، عدم اطمینان در سیستم گسترش میده و چون این ناکارآمدی ها با امضاها و حضور طلایی و نقش آفرین افراد مواجه میشه، فساد سیستمی رو در مجموعه بالا میبره و ما علاوه بر هزینه واقعی تولید، هزینه ناکارآمدی، هزینه رانت، هزینه تحمیل قراردادهای ناعادلانه، هزینه فساد، هزینه قراردادهای بسیار نامناسب و و اینها رو ببینیم به سیستم ما اضافه میشه، که در سیستم معمول اقتصاد به همه اینها میگیم هزینه مبادله، ترانزکشن کاست یا هزینه مبادله بالا، حالا با حجم بالا. و چون اینها باعث میشه که طرفها همدیگر رو دیگه به هیچ وجه قبول نداشته باشن و بی اعتماد به هم باشن، این بی اعتمادی تسری میکنه در سیستم اقتصادی و لذا تأخیر در معاملات هم اضافه میشه. بگین من فقط برای اینکه هزینه تأخیر رو متوجه بشن دوستان یه نکته رو میگم. فرض کنید ما 365 روز داریم که از این 365 روز 100 روزش رو یا تعطیلیم یا به هر علتی کار نکنیم، مثلا جمعه خواست یا تعطیل رسم، اما 260 روزش رو که کار میکنیم، درسته؟ خب اگر 260 روز داریم کار میکنیم، اگر یک فروردین ما مجبور باشیم که
شروع کنیم به تأمین مالی مثلا پروژه هامان، ما همون یک فروردین باید 1260 تولید اون سال رو انجام بدیم. روز 2 فروردین باید 2260 رو انجام داده باشیم. روز 3 فروردین باید 3260 رو انجام داده باشیم. تقریبا در روز 2.5 فروردین، یعنی 2 روز از فروردین و نصف روز سوم، یعنی 1% تولید ناخالص قاعدتا باید شکل گرفته باشه. یعنی هر 2.5 روز تقریبا می شود چی؟ 1% تولید ناخالص. درسته؟ حالا اگر که یه بیاعتمادی در قراردادها باعث بشه ما فقط 1 هفته یک قرارداد رو معطل نگه داریم، یعنی تأخیر 1 هفته‌ای در کل قراردادها باشه، شما بیش از 2% تولید ناخالص ملی رو از دست دادید. حالا اگر این نظام تأخیر، بیاعتمادی، اشکال آفرین در سیستم تولیدی باعث بشه که به طور متوسط 3 ماه تأخیر در ایفای تعهدات باشه، تازه بدون اینکه ما چقدر تعهدات رو حذف کرده بدانیم، 3 تقسیم بر 3 ماه که میشه چند روز، میشه 90 روز تقسیم بر 2.5، تقریبا یه چیزی حدود مثلا فرض کنید شما 50 چند درصد میشه، حالا من اینجور بخوام حساب کنم، یه چیزی حدود مثلا 17-18% ناکارآمدی در کل، یعنی 90-260 ازش از دست میدید. ببین 17-18% 20% چقدر میشه؟ تقریبا یه عدد بزرگی میشه، عدد چه معلوم محاسبه نکردم، از دست میدید. یعنی فقط شما ببینید چقدر شما ارزه رو از دست میدید. هر عاملی که باعث بشه ارزه از دست برود یعنی تورم، به همین سادگی. یعنی هر چیزی که عرضه رو کاهش بده، تقاضا که سر جاشه، پس باید قیمت‌ها این کمبود رو جبران کنن و اون چون قبلا نقدینگیش که خلق شده ولی کالای کمتری است. قاعدتا یک دالان ساختاری جدی در ناکارآمدی در اقتصاد ایران شکل گرفته، به گونه ای که اگر اقتصاد ایران حتی در زمانی که 800 میلیارد دلار قابل برآورد بود اندازه تولید ناخالص داخلی در ایران، مثلا فرض کن برای سالهای 1390 مثلا 800 میلیارد دلار ما می توانستیم برآورد کنیم که تولید ناخالص داخلی در ایران حدود 800 میلیارد دلاره، همون زمان پتانسیل تولید ناخالص داخلی در ایران یه چیزی حدود 1200-1300 میلیارد دلار. ببینید یعنی 40% تقریبا ما زیان ناکارآمدی در این سیستم رو داریم می‌بینیم که نظام بودجه بندی دولتی، نظام نقدینگی حاصل از انتقال مستقیم نفت به اون سیستم، نظام تبدیل نظام توزیع منابع، منافع، فرصت ها به رانت و فساد و تحمیل یک سیستم غلط نامناسب در حوزه بانک و بانکداری و پولی به سیستم اقتصادی باعث میشن یک اختلال جدی ساختاری شکل بگیره. این اختلال جدی ساختاری در بخش در حقیقت مجوزهایی هم که دولت میده در حقیقت همراهی میکنه، یعنی همون اندازه که بانک ها از بالا به پایین عمل میکنن، نظام در حقیقت دولت هم که میخواد مجوز فعالیت برای کارها بده، حالا هر فعالیتی در ایران باید از دولت مجوز بگیره، فرقی نمیکنه، یعنی دولت در ایران بیش از حدی که حتی میشود تصور کرد در اقتصاد دخالت میکنه و نظام اقتصاد ایران اصلا نمیتوانیم. من خیلی من تعجب میکنم که مثلا میان راجع به اقتصاد ایران در مورد لیبرال و اینجور چیزا حرف میزنن، اصلا وجود نداره اینجور چیزی. یعنی نظام اقتصادی که یه آجر میخوای جابجا کنی باید دولت دستور اون رو بده یا اجازه اون رو بده، اصلا این حرفا توش نیست. این اختلالی که در سیستم تصمیم گیری به وجود آمده باعث میشه که از طرف مقابل هم ما ناکارآمدی های جدی در نظام ساختاری در حقیقت دولت و نظام مجوزدهی و اینجور چیزها داشته باشیم. خب اینها رو شما در نظر بگیری در یه اقتصاد، بعد یک باره در سال 1995 قانون داماتو میاد و سرمایه گذاری بیشتر از 20 میلیون دلار رو در ایران محدود میکنه. 1995 میشود 1373 و 4، درسته؟ بله 4 و 5، همین بود. زمان بیل کلینتون قانون داماتو تصویب میشه دیگه، که تماما ایران منهای این که خب یه سری تحریم به نوعی داشته ولی مستقیم وارد حوزه تحریم میشه و بعد این سیستم اون زمان چون هنوز اینترنت و نظامهای در حقیقت کنترل اینترنتی و اصلا همه چیز ماشینی نشده بوده و همه دستی و اینا بوده، نمیتوانسته خیلی موفق عمل کنه، یعنی عملا تحریم فقط گفته میشده. اما از زمانی که نظام بانکداری کلن رفت توی سیستم اینترنتی، یعنی کلش ماشینی شد،
نظام مبادلات بین الملل کلن ماشینی شد، اینترنتی شد. نظام حمل و نقل بین الملل اینترنتی شد. نظام جابجایی پول و جابجایی اسناد مالی و اسناد تجاری کلن اینترنتی و بین المللی شد و همه دارای کدهای بین المللی شدن. در اون صورت به راحتی تحریم ها قابل اجرا بود، چون هر اتفاقی در هر جایی توسط سیستم اینترنتی قابل کشف بود. یعنی فقط کافی بود که در این سیستم بخوان ببینن که از کدام کد به کدام کد چه تراکنشی صورت گرفته، چه سندی جابجا شده، چه مجوزی صادر شده. خب نظام تحریم های یکپارچه سنگینی هم که بر علیه ایران شکل گرفته بود از سالهای تقریبا 2003 و 2004 به بعد خیلی جدی اثر خودش رو به جا گذاشت و این اثرگذاری نظام تحریم ها در اقتصاد ایران بیش از اندازه مخرب بود و تمام این دو سه تا نظام غلط قبلی رو پر میکرد. ببین نظام غلط قبلی چی بود؟ یک، نظام غلط بودجه ریزی. دو، نظام غلط تأمین مالی در بودجه. خود بودجه ریزی غلط بود، تأمین مالیش غلط بود. سه، نظام بانکداری و پولی غلط. درسته؟ این سه تا نظام هایی که با اختلال جدی مواجه بودن حالا با یه نظام تحریم های جدی هم همراه می شدن. و این تحریم ها چه کار می کرد؟ این تحریم ها هدف هایی رو گذاشته بود. این تحریم ها اجازه نمی داد شما نفتت رو بفروشی، یا اگر نفتت رو می فروختی اجازه نمی داد پولش رو برداری، اجازه نمی داد که شما در پتروشیمی محصولت رو بفروشی، یا اگر فروختی اجازه نمی داد که به پولش دسترسی داشته باشی، اجازه نمی داد که بخش خصوصی بتوانه دسترسی به انواع ماشینالات و تجهیزات داشته باشه، بخش دولتی دسترسی به انواع ماشینالات و تجهیزات داشته باشه. در این صورت چه اتفاقی میافتاد؟ ببینید، در این صورت شما از یه طرف از ماشینالات و تجهیزات و امکانات زیرساختی محروم بودی، از تکنولوژی محروم بودی، لذا شما به راحتی، چون زیرساخت ها یه دوره بهره برداری دارن، شما اگه یه زیرساختی الان داری استفاده میکنی، خب این یه استهلاک معمول داره که باید هر ساله ترمیم بشه، یه تعمیر نگهداری هم میخواد. اما اگه تعمیر نگهداری نکنی، این استهلاک معمول از سال پنجم تا دهم به بعد که نشان میده که این زیرساخت دیگه قابل استفاده نیست. یعنی شما یه بزرگراه رو اگر سال اول ترمیم نکنی خیلی دیده نمیشه، سال دوم ترمیم نکنی خیلی دیده نمیشه، از سال پنجم به بعد که دیگه چاله ها دیده میشه ولی میشه توش رانندگی کرد، سال دهم دیگه انقدر این چاله ها خراب شده که دیگه اصلا نمیشه توی اون بزرگراه هم رانندگی کرد. میخوام بگم زیرساخت اینجوریه. شما وقتی وارد حوزه تحریم میشی، توی سالهای اولش هدف گذاری کرده است که شما رو از زیرساخت نابود کنه، محروم کنه، اما تو 10 سال بعد شما از زیرساخت محروم میشی. هدف گذاری کرده که شکاف تکنولوژیک برای شما به وجود بیاره، ولی از 10 سال بعد شما شکاف تکنولوژیک رو میبینی. پس اثرات نظام تحریم یه سری اثر آنی داره، یه سری اثر کوتاه مدت داره، یه سری اثر میان مدت داره، یه سری اثر بلند مدت داره. اثر آنیش رو روی نرخ دلار در جانشان میده. دلار چیست؟ دلار قیمت متوسط هر کالای وارداتی، یک واحد کالای وارداتی است که وارد کشور تو میشه. یعنی اصلا اسمش این. دلار تعیین کننده توازن اقتصاد داخل با خارج نرخش. نرخ دلار دیگه فقط دلار نیست، چون دلار یک پول بین المللیه. ما بعد از کنفرانس برتون وودز میدانیم که پول جهان میشود دلار. و درسته که این پول، این دلار حق آقایی رو به امریکا میده، ظالمانه است، چیه و همه اینا. شاید یه جلسه هم اصلا شما مثلا بگین آقا یه 2 ساعت راجع به این صحبت کنیم. آره، اینم میتوانیم راجع به اصلا امپریالیسم دلاریته که از طریق دلار وارد جهان شد و تصاحب اموال جهان توسط امریکا صورت میگیره و ظالمانه است هم بشیم صحبت کنیم، این که اصلا شکی توش نیست. اما الان ما با یه اینجور نظامی همراهیم و حالا که داریم با این نظام داریم کار میکنیم که اینقدر هم ظالمانه است، ناچاری با دلار معامله کنیم. نمیتوانیم که بدون دلار معامله کنیم، چون بیرون از این سیستم با ریال کسی چیزی به ما نمیده، ما باید با دلار بریم کالامون رو بخریم. لذا دلار نرخش در اقتصاد ایران تعیین کننده هر چیزی است. دلار قیمت متوسط در حقیقت اقتصاد ایران رو در مقابل اقتصاد بیرون نشان میده، توازن رو نشان میده. هرگاه دلار داره گران میشه، یعنی ارزش اقتصاد ایران داره میاد پایین، نه فقط ارزش پول ملی. یعنی قبلا خارجی ها با 800 میلیارد دلار باید کل تولید ناخالص داخلی ایران رو تصاحب میکردن، الان با 200 میلیارد دلار.
این تناسب به هم خوردن نشان دهنده اندازه قدرت چانه زنی تو در مقابل بین الملله، یعنی به همین اندازه قدرت چانه زنی میاد پایین و این رو مردم درک میکنن، این رو تمام فعالان اقتصادی درک میکنن. به همین علت یک ریال که قیمت دلار میرود بالا تو همه چی تاثیرش به جا میذاره، تمام مردم تصمیم میگیرن هنگام افزایش قیمت دلار نفروشن، تمام مردم تصمیم میگیرن هنگام افزایش قیمت دلار برن بخرن. خود این یک تورم انتظاری جدی به وجود میاره و این تورم انتظاری که ناشی از عنصر اصلی در حقیقت رابطه بین المللی ما هست، یک نااطمینانی جدی به اقتصاد ایران تحمیل میکنه. هرگاه این نااطمینانی خیلی جدی باشه، این تورم انتظاری خیلی بالاست و این تورم انتظاری خیلی بالا به شدت عرضه را کاهش و تقاضا را افزایش، و لذا یک تورم از جنس تورم انتظاری به صورت حقیقی به اقتصاد تحمیل میکنه. تا اینجا من از نقدینگی حرف زدم، از ناکارآمدی حرف زدم، از هزینه مبادله حرف زدم، از سرمایه اجتماعی حرف زدم، الان از تورم انتظاری دارم حرف میزنم که ناشی از چیست؟ ناشی از ورود یک عنصر به داخل از بیرون، و اون چیست؟ قیمت دلاره. عملا قیمت دلار مثل یک کابل برقه که برق رو از بیرون وارد داخل خانه و از خانه وارد بیرون میکنه، یعنی نوسانات رو از کانال اون ما میبینیم که وارد میشه، و این خیلی مسئله جدیه. اونایی که بخوان راجع به قیمت دلار کم اهمیت جلوش بدن فقط یک نگاه سیاسی دارن. اصل قضیه اینه که قیمت دلار خیلی کار میکنه، تقریبا تخصیص همه منابع در اقتصاد رو قیمت دلار و هم میریزه. یعنی شما به محض اینکه قیمت دلار جابجا شد، مردم تصمیم میگیرن یه چیزی دیگری که دارن بفروشن، یه چیز دیگری که ندارن بخرن. این یعنی تخصیص منابع داره جابجا میشه. همین یعنی چی؟ یعنی نوسان در بازارها ایجاد میکنه، و این نوسان بازارها یعنی سهم یک بازار رو بالا میبره، سهم یک بازار رو میاره پایین، سهم یک کالا رو بالا میبره، سهم یک کالا رو میاره پایین. یعنی نه تنها تورم ایجاد میکنه، بلکه تعادلهای موجود رو هم به هم میریزه و ما رو از یک تعادل‌های شکل گرفته وارد یک تعادل‌های جدیدی می‌کنه که ممکنه تعادل‌های جدید هم ناپایدار باشن اما توی یه مدت کوتاهی باقی بمانه. پس ما در حوزه اثرات آنی تحریم‌ها می‌بینیم که نرخ دلار به شدت تغییر می‌کنه و تأثیر خودش رو به جا می‌ذاره، اما در اثرات کوتاه مدت یعنی چی؟ یعنی بین تقریبا یک ماه تا 6 ماه اثرات کوتاه مدت دلاره. شما ببینید تو این دوره یک تا شیش ماه خیلی ها سرمایه در گردشی که دارن رو میبرن بازار دلار، فقط دلار میخرن، یعنی دیگه تولید رو تعطیل میکنن. خیلی ها اصلا میرن سراغ کالایی که با دلار وصله، یعنی کالاهای وارداتی یا کالاهایی که دلار قیمت اصلی اونها رو تعیین میکنه و اونها رو میخرن احتکار میکنن. چرا؟ چون علامت میبینن دیگه، یعنی علامت میده نظام علامت دهی سیستم اقتصادی، دلار نظام علامت دهی در سیستم اقتصادیه. خیلی ها باعث میشن که مقررات و کارهای دولت جابجا بشه و خیلی از این عناصری که اتفاق میفته دولت رو وادار میکنه که وظایف اصلی خودش رو انجام نده، بره بیفته دنبال کنترل بازار، بره بیفته دنبال محتکر، بره بیفته دنبال یه چیز دیگه. اون وقت دادگاه ها تعطیل میشن، از کار خودشون میرن سمت دیگری. اون وقت سیستم های اصلی، هر کدام، هر سیستمی که تو سیستم دولت علامت غلط میگیره و جابجا میشه، و این یعنی توزیع اصلا غیر اقتصادی، ناکارآمد منابع اتفاق میفته، و این توزیع ناکارآمد منابع برای تولید کننده اتفاق میفته، برای خدمات بهداشتی درمانی اتفاق میفته، برای سیستم های خدمات عمومی، کالای عمومی اتفاق میفته تا هر جای دیگری، و این یعنی کاهش تولید. از اون طرف افزایش تقاضا، هر چیزی که میخواد تورم ایجاد کنه در بازار یا باید عرضه رو کاهش بده یا باید تقاضا رو افزایش بده، و از این دو ناحیه وارد میشه و میبینی این عنصر به شدت در میان مدت علامتهای غلط میده و باعث میشه که خیلی از این پولهایی که باید سرمایه در گردش باشه میره به سمت دلار و معامله و دلالی. کالاهایی که تولید شده باید بره تو بازار فروخته بشه، توی انبارها نگهداری میشه. مواد اولیه‌ای که باید بره تو سیستم تولید استفاده بشه، مواد اولیه تو انبار نگهداری میشه، تولید نمیشه. شاید مواد اولیه گرانتر شد، اون وقت ما اونو فروختیم، سودمون بیشتر شد از اون مواد اولیه. مواد اولیه‌ای که مشمول سهمیه بندی هست، تمام همه میرن سقف میبندن، میخرن میارن، به جای اینکه تولید کنن باهاش، همه رو نگهداری میکنن توی انبارها، و این اختلال‌های جدی باعث میشه که ناکارآمدی جدی در بخش عرضه اتفاق بیفته. از اون طرف هم چون تقاضا هر بار دوره تورمی رو پیش در حقیقت جلو رو میگذاره،
داره، تقاضا خیلی بیشتر و بیشتر میشه، ناشی از قیمت انتظاری بیشتر. من وقتی انتظار دارم فردا گران بشه امروز میخرم، من وقتی انتظار دارم فردا گران بشه فروشنده باشم امروز نمیفروشم، و همین یعنی تورم. و ببینید این قیمت انتظاری رو چطوری تست میزنه. از اون طرف این قیمت انتظاری و نااطمینانی باعث اختلال در چی میشه؟ در فرایند تولید موقت میشه، لذا کارخانه داری ولی تولیدت کم میشه. در میان مدت، در حقیقت اون کوتاه مدت بود که بین 1 تا 6 ماهه، اولش آنی بود 1 ماهه، بعد کوتاه مدت 1 تا 6 ماه، بعد میان مدت 6 ماه تا 3 سال. در این دوره 3 سال شما میبینید تاثیر روی سرمایه گذاری ها میکنه، یعنی سرمایه گذاری ها رو به هم میریزه، باعث میشه که سرمایه گذاری های تولیدی صورت نگیره، سرمایه گذاری های عقیم صورت بگیره. یه مثال میزنم از سرمایه گذاری عقیم تا متوجه بشید. ببینید فرض کنید من یک واحد ساختمان مسکونی میسازم. این واحد ساختمان مسکونی، بله، تعداد زیادی فعله و بنا و مهندس و اینها همه میان مشارکت میکنن تا این ساختمان رو ما بسازیم، اما بعدش من میرم داخلش، تمام شد، این دیگه سرمایه گذاری عقیمه، این دیگه تولیدی نیست، این فقط برای من رفاه ایجاد میکنه، ولی رفاه قابل مبادله در بازار یا ارزش افزوده قابل فروش در بازار ایجاد نمیکنه، چون ساختمان مسکونیه. اما چون بیماری هلندی از کانال نفت وارد اقتصاد شده، ببینید اون کانال نفته یه بیماری جدی وارد اقتصاد میکنه که من فراموش کردم اون قسمت اول صحبت کنم، میبخشم حتما صحبت، به نام بیماری هلندی، که تو اونجا کالاهای غیر قابل مبادله، نان تردبل، غیر قابل مبادله، به شدت گران میشن، و همین مسئله باعث میشه که قابلیت و تورم زیادی در اقتصاد شکل میگیره. نان تردبل ها قدرتمند میشن، منابع رو به خودشان جذب میکنن، و بعد تردبل ها دیگه قابل رقابت با خارج نیستن، و لذا قدرت رقابت صادراتی ما به شدت ضعیف میشه. این بهش میگیم بیماری هلندی. شما در یه اقتصاد میبینی که سرمایه گذاری ها به سمت سوی، در حقیقت در یه اقتصاد اینجوری و یک در حقیقت دوره میان مدت و این نااطمینانی شدید و تورم انتظاری بالا و نرخ دلار در حال رشد، میبینید که اقتصاد تمایل داره به شدت سرمایه هاش رو به سمت سرمایه گذاری های عقیم ناکارآمد هدایت کنه، در حالی که میتونه بره به سمت تولید ارزشی که قابل مبادله است در بازار، ولی میره به سمت کالاهای تجملی و کالاهایی که در طول دوره زمانی میتونه فقط گرانتر بشه، و عملا از حوزه تولید به سمت دلالی و از حوزه در حقیقت کالاهای قابل مبادله به سمت کالاهای غیر قابل مبادله اقتصاد رو هدایت کنه، و در بلند مدت زیرساخت ها نابود میشن. زیر ساخت ها که نابود شدن دیگه قابلیت سرمایه گذاری تولید رو از دست میده، شکاف تکنولوژیکی و اینها. خب حالا من یه مثال ساده میزنم. فرض کنید به خاطر نقدینگی شما یه تورم 10-15% رو در اقتصاد تحمیل کنید. فرض کنید به علت نظام بانکداری غلطت هم 5% به این اضافه کنی، که اسپرد بانک ها حدوداً 5% و بیشتر رو داره اضافه میکنه. پس شما با یک تورم چند درصدی مواجه میشی؟ تقریباً 20%. اوکی، تا وقتی که هنوز نظام تحریم ها خیلی جدی نشده. اما نظام تحریم ها یه ذره داره جدی میشه. زمانی که اثرات آنیش رو به جا میگذاره، حدود 5-10% تورم ایجاد میکنه. زمانی که اثرات کوتاه مدتش رو به جا میگذاره، 5% دیگه اضافه میکنه. زمانی که اثرات میان مدتش رو به جا میگذاره، یعنی اضافه 10% اضافه میکنه، و وقتی که اثرات بلند مدت رو به جا گذاشت 10% دیگه. شما متوجه میشید جمع اینا میشه 30، جمع قبلی هم میشه 20 و 30 میشه 50. پس یک تحمیل تورم 50% رو در این سیستم میبینی که شکل میگیره. دقیقاً از سال 1396-97 ما کانال تورمی مان از یک کانال دوره 20 سال 20% به کانال 50% انتقال دادم، چون نظام تحریم ها در سال 97 بعد از اینه که آقای ترامپ از در حقیقت برجام خارج میشه، به شدت اقتصاد ایران رو دچار بحران میکنه، و قبل از اونم دچار بحران کرده بود، و تو اون چند سال دیدیم که نبود. توی اون جلسه قبل من نشان دادم اعداد و ارقام رو، که ما با یک تورمی که از هلوهوش 35% آمده بود بود نزدیک 8.6% تا 9.6% اون فاصله کاهش پیدا کرده بود در اون 4 سال اول آقای روحانی، برعکس میزان رشد اقتصادی از یک عدد منفی به 15.5-16% سال 95 رسیده بود. این یعنی که شما وقتی تحریم ها رو کنار گذاشتی اینقدر موفق بودی، اما تو نظام دوم تحریم ها، تحمیل جدید تحریم ها، نه تنها اون 20% ناکارآمدی قبلی رو داشتی، حالا 30% هم ناشی از تحریم ها بهت
تحمیل شد و شما وارد یک دالان حداقل 50% در سیستم تورمی شدید. خب ما فرض کنیم که در این سیستم تورمی که دالانش الان 50%، بعد یه اتفاقی بیفته و شما افراد غیر حرفه‌ای رو در خیلی جاهای حساس به کار بگیرید. من یه شعاری دارم خودم، همیشه پای تخته برای دانشجوها من می‌نویسم به کار گرفتن افراد غیر حرفه‌ای در هر حالتی ناکارآمدی به بار میاره، این اصلا شکی توش نیست، اما در دو حوزه فاجعه به بار میاره. افراد غیر حرفه‌ای را هرگاه در نظام بانکداری به کار بگیریم فاجعه به بار میاره، هرگاه در دولت به کار بگیریم فاجعه به. یعنی این به کار گرفتن افراد غیر حرفه‌ای تخصیص غیر بهینه منابعه، چون شما باید تخصیص بهینه منابع یعنی آدم‌های حرفه‌ای تخصصی به کارهای حرفه‌ای تخصصی، و افراد غیر حرفه‌ای اگر به کارهای حرفه‌ای تخصصی اختصاص پیدا کردن، نه تنها نمی‌توانند تخصیص بهینه منابع بدن در اون حوزه، بلکه منافع و منابع و فرصت‌ها رو به امتیاز، رانت و فساد هدایت می‌کنند و بعد از مسیری که باید حرکت بشود دیگه حرکت صورت نمی‌گیره. اون وقت آبی که توی یه باغ باید بره پای یه درخت مثمر میوه، میره پای علف هرز، و بعد وقتی علف هرز رو رشد داد، دیگه علف هرز رشد یافته اجازه نمیده، خود اون علف هرز دیگه اجازه نمیده که درخت آب بنوشه، یعنی از ریشه رو از پایین خشک میکنه و درخت رو خشک میکنه، چون علف هرز. بعد جالب، علف هرز خیلی دوامش هم بیشتره چون شرایطش متفاوته. بگذاریم تا اینجا که حالا حدود 1 ساعت و ربع هم از اون ساعت وقت من گذشته و میدونم کسانی که الان توی لایف هستن واقعا خسته ام شدن، من سعی کردم که تا اینجا بخشی از در حقیقت عوامل حوزه تورم رو باز کنم که اینها یا ناشی از دولت بود، یا ناشی از نظام بانکداری بود، و یا ناشی از سیستم تحریم ها، که این سه تا الان اساسی ترین مشکلات اقتصاد ایران هستند، که خب حالا اشکالات و اشتباهاتی هم ممکنه صورت بگیره، مثلا ناکارآمدی هایی که در تخصیص مثلا فرض کنید یارانه ها وجود داره، مثل تخصیص در حقیقت ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، یا یارانه هایی که روی انرژی الان داره به صورت خاص پرداخت میشه، یا عناصر بعدی که خیلی تکرار کننده و تشدید کننده اینه، مثلا روش های جدیدی که دولت پیدا کرده برای تأمین کسریش به نام اوراق خزانه، ولی اون اوراق خزانه عملا تأمین کسری بودجه از روش صحیح نیست، چون اونو میره از بانک در حقیقت پول میگیره، بانک اوراق خزانه رو میگیره، در دولت بدهکار بانک میشه، بعد طی فرایندی بانک مرکزی بدهی دولت رو میخره، جایگزین میشن، و بعد بانک خصوصی میتونه، یا کلا بانک تجاری میتونه، به اندازه بستانکاریش از بانک مرکزی ضرب در ضریب تکثیر پولی خلق پول کنه، وام جدید یاد کنه، و اصلا نرخ رشد نقدینگی رو وحشتناک بالاتر بره. اینا مباحث بعدی است که عنصرهای بعدی است که بخوام راجعش صحبت کنم، ولی اساس حرکت تورم در ایران که عرض کردم حدود 50% جدی تورم رو این میبینم. قسمت بعدی تورم که مثلا الان اتفاق افتاده و مثلا ممکنه تورم به بالای 50% هم حرکت کرده و رفته، ناشی از ناکارآمدی های تصمیم گیری، ناکارآمدی های روش جدی، روش های مازاد تأمین مالی بودجه توسط دولت و عناصر دیگری که ممکنه در سیستم شکل بگیره میتوانم بگم. ولی تا همینجا فکر میکنم که توی این جلسه سعی کردم اون اصلی ترین چیزایی که مد نظرم هست رو بگم، هرچند خب حالا ممکنه مباحث جدیدی هم دوستان در سوالاتشان بپرسن که ما بخوایم اضافه بکنیم. ببخشید. پس ناچار همونجور که شما در اون متن پوستر نوشتین، مفهوم تورم یک مفهوم اقتصاد سیاسیه، یک فقط اقتصادی نیست. همه فرایندهای اقتصادی هم که اتفاق میفته همه به نوع سیاسی هم خودشان را نشان میدن. حالا ممکنه بعضیا بپرسن دستمزدها چطور تاثیر میذاره، رشد دستمزدها، بعضیا بگن قیمت مواد اولیه چطوری تاثیر میذاره، بعضیا بگن خب چه مثلا عوامل زیاد دیگری هم ممکنه بگن، ولی همه از این کانال ها خودشان رو ورود میدن. بله، در خدمتم. ببخشید. خواهش میکنم. خدمت از باسای دکتر، سپاسگزارم، توضیحات خیلی خوبی بود. پس ما الان فکر میکنم یک جلسه دیگه هم برای بحث تبیین تورم در حقیقت نیاز داریم که به موارد ریستری بپردازیم. بله، اون عناصر ریستر هم میشود در جلسه‌های دیگری راجبش صحبت کرد، یا اینکه میشود راهکارها رو گفت، در حین راهکارها گفت که اون تیکه ها هم هر کدامش چطوری هست. هیچ مشکلی ما نداره. درسته.
خب دوستان اگر پرسشی رو داشتن لطفا در بخش پرسش‌ها طرح کنن که از آقای دکتر بپرسیم و پاسخ‌های ایشون رو هم داشته باشیم. آقای دکتر، شما توی صحبتاتون روی نظام بودجه‌ریزی به عنوان یکی از عوامل اصلی مسئله تورم در ایران اشاره کردید. اگر بخوایم یک لایه عمیق‌تر بریم، چون فکر می‌کنم سال‌ها و دهه‌هاست که ما داریم روی این تاکید میکنیم و حداقل اقتصاددانان و متخصصین عرصه سیاست گذاری که نظام بودجه‌ریزی ما نظام بودجه‌ریزی مشکل داریه و داره مسائل مختلفی رو تولید میکنه. اگر بخوایم یک لایه عمیق‌تر بشیم، علت این که این نظام بودجه‌ریزی ما مشکل داشته و توی این چند دهه نتونستیم مشکلات رو برطرف کنیم، علت اون چی بوده؟ علت اصلیش اینه که نظام بودجه‌ریزی ما عملاً داره اون اجزاء ذی‌نفوذ در سیستم قدرت رو ارتزاق میکنه، نه نیازهای اصلی اجتماعی رو. یعنی ما خیلی از ردیف‌های اصلی که در بودجه نویسی داریم ردیف‌های نمایشی هستند، ردیف‌هایی هستند که کالا و خدمات مشخصی رو در اقتصاد تولید نمی‌کنند و یا دستورات مبهمی در سیستم‌های تبصره‌ای داریم که اینها فقط برای گروه‌های خاصی که خیلی مبهم هم نوشته میشن انتقال بودجه میدن. شما وقتی کل بودجه ایران رو نگاه بکنید، خب یه آموزش پرورش داری، یه بهداشت و درمان داری، یه دانشگاه داری، یه سیستم دفاعی نیروی انتظامی نظامی و بخش قضایی داری. اینا اصلی ترین وظایف دولتن. کل بودجه اینها مگه چقدره؟ حالا کل بودجه کشور چقدره؟ شما فرض کنید که بخوایم این نسبت ها رو بگیریم، نمیخوام الان ورود کنم به این مبحث، این مبحث مبحث جدایی است، نمیخوام ورود کنم. شما فرض کنید یه رقمی میشه، مثلا فرض کنید 15%، یعنی مازاده حتی بشه 15%، خیلی بیشتر از این حرفاست ها، ولی من فرض کنم بشه 15%. 15% در ارقام کلی خیلی بزرگه. شما وقتی کل بودجه کشورت با شرکت های دولتی اینها چیزی نزدیک مثلا 3000 میلیارد تومان بشود، 15% 3000 میلیارد تومان میشود یه عددی نزدیک 450 هزار میلیارد. درسته؟ یعنی عدد غیر قابل بحثه. و حالا فقط همون مشکل برای تأمین همون یه ذره هم داشته باشی، همون 15% داشته باشی، بخوای خلق پول کنی، برای همون خلق پول ضرب در 7 بشه، کل سیستم رو به هم می‌ریزه. میخوام بگم یه انحراف کوچیک اینجا، نظریه بال پروانه درسته در اینجا، یه انحراف کوچیک در بودجه میتونه انحراف‌های خیلی بزرگی در تخصیص منابع در کشور از جمله تورم و بیکاری به وجود بیاره. پس با توجه به پاسخ شما، در حقیقت یه نوعی شاید مسئله ما ندونستن نیست، جابجا کردن این ردیف های بودجه که به قول شما هر کدومش یک زینف قدرتمند داخل سیستم داره، خودش یه مسئله همین سخت و دشواره. همینجوره، بله، هم نهادهایی که هستند زینف در حقیقت قدرتمندی برای چانه زنی هستند و هم در سیستم های کاملا بودجه سیاسی شده قاعدتا بودجه بر اساس اصول توزیع نمی شود، بودجه بر اساس چانه زنی توزیع می شود. ببین، شما دو الگو برای توزیع بودجه دارید، یکی بودجه بر اساس اصوله که یعنی شما بیای دقیقاً بودجه بندی بر مبنای صفر بگذاری، هر یک واحد خدمات که تولید می‌کنی بابت اون یک واحد تولید خدمات پولشو بگذاری توی بودجه. اینو بهش میگن بودجه بندی بر مبنای صفر، بودجه بندی بر مبنای کارکرد، عملکرد، کاربرد. اما وقتی که شما این سیستم رو داری، یه سیستم هم سیستم چانه زنیه، یعنی هر کسی میاد توی دفتر مثلا فرض کن کارشناس تخصیص منابع میشینه، چانه میزنه بر اساس خودش، قدرتش، اون میزان چانه زنیش یا عواملی که میتونه مجاب کننده طرف مقابل باشه، به هر علتی اونو وادار کنه که بهش بودجه بده. ما در ایران نظام بودجه بندیمون بر اساس چانه زنیه، نظام بودجه بندیمون که غلطه. نظام بودجه بندی باید بر اساس اصول و بر مبنای بودجه بندی بر مبنای عملکرد یا صفر باشد، نه بودجه بندی بر مبنای چانه زنی. ولی در ایران بر مبنای چانه زنیه و لذا حالا چانه زنهای قدرتمند میتوانند همیشه بودجه های قدرتمند و قلمبه ای رو بردارند و اینجاست که در حقیقت سیستم بودجه ریزی ما دچار اختلال ساختاریه و خیلی از اقتصاددان ها همش میگن آقا مشکل بودجه ریزیه. بله، چون بودجه ریزی که بر مبنای اصول باشد کالا را تولید میکنه، پول در مقابل کالا هم به نام بودجه میاره، میریزه توی بازار، یعنی از یک خدمتی که به وجود میاره از این ورم منابع مالیش میاره میذاره، اون منابع مالی میاد این خدمت رو میخره، پس این تبادل بین منابع مالی و بودجه است. ولی وقتی که بودجه بندی بر مبنای چانه زنی باشه خدمتی شکل نمیگیره ولی پول میاد، پس اینجا فقط چیکار میکنه؟
خلق نقدینگی میکنه و اینجاست که اشکال جدی در سیستم بودجه بندی است. شاید خیلی از دوستانی که به صورت غیر حرفه‌ای در جاهای تخصصی در تصمیم گیری ها نشستن واقعا نمیدونن این یعنی چی. و همین علت وقتی ما استادان ها به علت های زیادی ممکنه خیلی از اقتصاددان‌ها فقط کلمه کلی رو به کار ببرن، بگن آخ اختلال در بودجه است، مثل من یک کمی شفافش نکنم. منم هنوز خیلی شفافش نکردم دیگه، ولی آدرس بهتری دادم که فرد بفهمه منظور چیست، یه آدرس دقیق تره. وقتی شفاف نشه اون هم نمیدونه منظورش از اشکال بودجه چیه، چون در عمرش اصلا بودجه درست و غیر درست رو متوجه نبوده، فکر میکنه همین بودجه که الان بهش دادن همین رو باید تکرار کنه و این درسته دیگه و این یعنی بودجه. بس این چی میگه بودجه غلطه؟ خب ما که بودجه رو اینجوری که نه عزیز، بودجه اصول داره. بودجه درست بر مبنای صفر بسته میشه، یعنی یک واحد کالا و خدمات تولید میکنه، اون کالا و خدمات باید تقاضای درست داشته باشه، برابر اونم پول میگذاره، پس قیمت اون کالا و خدمات میشه همون پول و بودجه درسته. اما اگر بر اساس چانه زنی باشه، نه دیگه کالا و خدماتی شکل نمیگیره، یعنی کالای عمومی تولید نمیشه و عرضه بشه، ولی پوله خلق میشه و داده میشه و اینجاست که نقد میگی اینجا درست. آگه تو پرسیدم با توجه به صحبتاتون تاثیر توافق یا عدم توافق در موضوع برجام رو بر اقتصاد ایران و بر مسئله تورم در اقتصاد ایران تا چه حد میدونید؟ یعنی اگر توافق شکل بگیره دکتر، من مثال خام رو جوری زدم، عدد رو جوری، اصلا جوری گفتم که چون میدونم کسانی که مخاطب جلسه شما هستن، ضمنی که خیلی از دوستانی که الان تشریف دارن توی لایو خیلی هم قدمشان مبارکه و ممنونم از اینکه حرفای ما رو گوش میدن، ولی میدونم حرفای این جلسات رو تو جلسات خصوصی اینا رو میشنون و به همون علت من توی جلسه عدد میدم و میگم آقا 50% نرخ، حداقل 30% نرخ تورم کنونی مربوط به تحریم هاست، حداقل 30%، و شما اگر که نخواهید تحریم ها رو برطرف کنید، مجبورید به صورت دائم هم این هزینه رو بدید و هم این هزینه رو تکثیر شونده بپردازید، یعنی هر بار باید هزینه بیشتری بپردازید، چون این سیستم هر بار خوراک بیشتری میخواد برای در حقیقت پای ماندنش تو این سیستم، و باید تورم بزرگتر رو تحمیل بشه بر اقتصاد هر بار که میریم جلوتر، فقط برای اینکه این تحریم ها بماند. پس باید اولین کاری که اقتصاد ملی انجام میده تحریم ها رو برداره، اولین کاری که مدیران اصلی کشور انجام میدن، یعنی در اولویت یک اونهاست، باید تحریم ها رو بردارن تا امید به اقتصاد برگرده، تا اعتماد به اقتصاد برگرده، تا اون تورم انتظاری به پایین ترین حد خودش برسه، تا اون نااطمینانی به حداقل خودش برسه، تا اون در حقیقت شروع فرایندهای نوسازی و بازسازی اتفاق بیفته و یواش یواش انطباق اقتصاد ملی با بین المللی شکل بگیره و ما بتوانیم با اعتماد به این سیستم در حقیقت اون چیزایی که از دست دادیم رو دانه 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 بانند و اونم در یه طولانی مدت یواش یواش دوباره برگرد. اولین اتفاقا موضوع همینه و حداقل برآورد من اینه که اثری که گذاشته تورم رو از یک دالان 20% به دالان 50% منتقل کرد، چون همین تحریم ها هست که نرخ رشد نقدینگی رو هم بالا برده، یعنی باعث شده درآمدهای دولت حذف بشه و دولت از کانال های تورمی، از کانال های نقدینگی بخواد منابع مالی خودش رو در حقیقت تامین بکنه. پس اینجوری میتوانم بگم که اون سوال رو اگه بخوام پاسخ بدم، خیلی زیاد اگر همین الان دولت اعلام میکنه نرخ تورم نزدیک 50%، 30%ش مربوط به تحریم هاست. بله. تو پرسیدن که حالا البته توضیحاتی رو دادید در مورد اصلا دشواری مسئله ورود به بحث بودجه‌ریزی و اصلاح ساختار بودجه‌ریزی، چون هر کدوم از اونها در حقیقت یه زینف قدرتمندی پشتش هست، اما اگر این انگیزه، این توان ایجاد بشه، پرسیدن که اصلاح بودجه‌ریزی مستلزم چه تغییراتیه؟ ببینید، مستلزم یک اراده کامل در سیستم حاکمیته که این اصلاح صورت میگیره. یعنی حاکمیت به منظور، به معنی سیستم قدرت موجوده. این سیستم قدرت موجود که دارن در حقیقت تخصیص منابع، در حقیقت منافع و فرصتها رو انجام میدن، یه اراده کامل در همه اینها شکل بگیره، همه اینها هستن که بودجه رو عملا دارن سهیم هستن، در اینها یه اراده دقیق و کامل شکل بگیره با هم که بودجه رو بر اساس روش صحیحش ببرن. شاید هم نمیگیم یک شبه ها، ولی یه ذره یه ذره یه ذره بودجه های نمایشی و اون ردیف های غلط رو حذف کنن از سیستم تا به یک بودجه متعادل و درست نزدیک بشیم. شاید مثلا یه دوره 5-6 ساله، 7 ساله، 10 ساله تعریف کنن، ولی این بودجه رو به سمت یک بودجه درست
هدایت کنه. درسته. و این مسئله در حقیقت مستلزم باز کردن مسیر برای ورود به قول شما متخصصین و افراد صاحب صلاحیت و تخصص تو این حوزه است. اراده یعنی همین. اصلا آقای دکتر وقتی میگم اراده بکنن یعنی همین، چون بودجه رو که نمیتوانن غیر حرفه‌ای ها درستش کنن، باید یه حرفه‌ای اینو درست کنه. عرض کردم غیر حرفه‌ای ها در نظام بانکداری و در سیستم های دولت یعنی حاکمیت های بالا از بالا به پایین، اینا فاجعه آفرینه وقتی به کار گرفته میشن و بعد باعث تمام اختلال ها میشن. ما اول باید اراده کامل در اون سیستم بالا دستی داشته باشیم که حرفه ای ها به کار گرفته بشن و این حرفه ای ها اون سیستم رو اصلاح. آدیتو پرسیدن که خودتون تا چه حد امیدوارید به شکل گیری یا بروز این اراده برای ایجاد این تغییر؟ ببینید از نگاه من اقتصاد ایران درسته که دوچاره یعنی ورود کرده به اون لایه ناسالم و دوچاره بسیاری از اختلال‌های جدی عدم سلامت شده و در بعضی از قسمت‌ها از نیمه سلامت هم عبور کرده، ولی بعضی از قسمت‌های اصلی اون هنوز نیمه سلامت رو پشت سر نگذاشتن و لذا میتوانند برگردن. از نگاه من اقتصاد ایران قابلیت بازگشت داره. من همیشه به اقتصاد ایران امیدوار بوده و هستم و اعتقاد دارم که همیشه میشود اگر که افراد متخصص حرفه‌ای مثل زمانی که آلی خانی به کار گرفته شده به کار گرفته بشن، اونها میتوانند اقتصاد رو نجات بدن و البته اراده‌ای هم باید وجود داشته باشه که کارهای اونها و اون افراد حمایت بشه، مورد پشتیبانی قرار گرفته بشه و به هم نرسه. یه نکته ای رو من فقط بگم، یه دروازه های تاریخی به روی در حقیقت همیشه دروازه های تاریخی به روی این نوع از اصلاحات باز میشه، نباید اون دروازه ها رو نادیده بگیریم. ما قاعدتا و حتما دروازه های جدیدی به رومان باز میشه، مثل مثلا برجام که امضا شد یه دروازه تاریخی بود، یه دروازه زمانی بود، یا خیلی از زمان های دیگه دروازه های جدیدی به روی ما باز شده ولی نادیده گرفتیم. اگه دروازه های باز شده رو واقعا تشخیص بدیم و نادیده نگیریم، اتفاقا بدون تنش میتوانیم این اصلاحات رو انجام بدیم. اما اگه دروازه ها رو درست تشخیص ندیم، رها کنیم و بعد در زمانهای دیگری بخوایم این کار انجام بدیم، مثل اشتباهاتی که در سال 1398 در مثلا تغییر قیمت بنزین انجام دادیم، حتی ممکنه برای ما بحران بود. پس باید حتما توجه کرد که زمان درستش رو هم پیدا کرد که یه دروازه تاریخی شکل گرفته باشه. یعنی انجام دادن یه کار درست باید در زمان درست و باید در مکان درست باشه. اگر کار درست باشه ولی زمان و مکانش غلط باشه نتیجه نمیده. به همین علته که ما اعتراض جدی داریم نسبت به مثلا آزادسازی ارز ترجیحی در دوره کنونی که یه تورم خیلی خیلی سنگین رو تاکنون به سبد مصرفی خانواده تحمیل کرده است. یعنی همین الان شما بعد از همین اقدامی که توی چند وقته شاید در 20 روزه انجام شده، شما سبد مصرفی رو ببینید به چه سنگینی شده، چه تورمی بهش تحمیل شده، از اون طرف چه ناکارآمدی ها و چه هر روز داره قیمت این کالا که اصلا ربطی به این نداشته قیمتی میره بالا. و بعد تازه بعضی از مدیران محترم هم که از نظر من غیر حرفه‌ای هستن و در یه جایگاه تخصصی قرار گرفتن، میگن که ما دستور داده بودیم که مثلا اینا بالا نرن، فقط این چند تا بره بالا، و اصلا متوجه نیستن که با دستور اینا درست نمیشن. کل اقتصاد یه سیستم به هم پیوسته است. هر کالای یک کالای جانشین دارد، یک کالای مکمل دارد یا در زنجیره ارزش و زنجیره تأمین سایر کالاها قرار میگیره. وقتی شما قیمت اون رو به هم میزنی، کل اقتصاد رو به هم میزنی. اصلا امکان ندارد اون چارچوب به هم پیوسته اقتصاد هیچ کالای مستقلی وجود ندارد. این فکت‌ها رو باید این افرادی که در جای تخصصی نشستن یاد بگیرن که در چارچوب گسترده اقتصاد هیچ کالای مستقلی وجود ندارد. هیچ کالایی، حتی نان اصلا مستقل نیست، حتی آرد اصلا مستقل نیست، حتی ارز ترجیحی که دیگه اصلا مستقل نیست. پس تو این جور شرایط شما هر تغییری در یه جایی بدی میتونه در خیلی جاها تاثیر بعدش رو به جا بگذاره. به هر حال جنبندی بحثمند که میشه به اقتصاد ایران امیدوار بود، یه دریچه تاریخی حتما باز میشه و باید اون کارو تو زمان خودش انجام داد. یعنی اگر ما بخوایم ارز ترجیحی هم برداریم، باید در دریچه تاریخی خودش پیدا کنیم و این کار انجام بدیم، نه اینکه هر زمانی همینجوری انجام بدیم. آقای دکتر از نظر زمانی احیانا اگر اون اصلاحات مد نظر یا استفاده از اون دریچه های تاریخی که فرمودید صورت نگیره، به نظر شما ما چه مدت زمان داریم که وارد اون مرحله در حقیقت بی بازگشتی بشیم که شما توی صحبتاتون بهش اشاره کردید؟
واقعیتش اینه که این پاسخ اصلا امکان پذیر نیست. یعنی اقتصاد یک موجودیه که پیش بینی نشه، ناپذیره به صورت دقیق. فقط شما می توانی حرکت ها رو پیش بینی کنی، جهت ها رو، اندازه اتفاق ها رو نمی شود پیش بینی کرد. ولی واقعیتش اینه که همه کسانی که در اقتصاد ما چه تصمیم گیر هستند، چه در حقیقت مصرف کننده خدمات تصمیم گیران هستند، یعنی چه مردم و چه تصمیم گیران اصلی در اقتصاد ایران، باید حواسشان باشه که به هر حال هر اقتصادی یه تحملی داره. از اون تحمل خارجش کنند دیگه نمیتوانند هیچ کاری بهش انجام بدن، نمیتوانند. این یادشان نره. تاریخ اقتصاد ایران هم در طول 100 سال گذشته چند بار این مسئله رو نشان داده. یعنی از تحمل سیستم های همراه اگر خارجش کنند ممکنه نتوانند برش کرد. درست. تو پرسیدن که احتمال وقوع یه ابر تورم نسته اون چیزی که در ونزوئلا اتفاق افتاد رو تا چه حد محتمل میدونید؟ راستش من برای اقتصاد ایران، ببینید خیلی ساده بگم، ما بعضی از اقلام کالاهامون رو 600% رشد قیمت دادیم توی همین دوره دبی سوزه. مثلا 4200 تومن قیمت کالا بوده، کردیم 18200 تومن. مثلا آرده چیه همین اقلام خوراکی رو ببینید، دیگه بیشتر از این رقم 600% ما دیگه قیمتی رو بالا نبردیم توی این حوزه. در یه دوره یک ساله این 600% باید خودش رو در ضریب‌های مربوطه تعدیل کنه. اولین ضریبش اینه که در 40% ضریب خوراکی‌ها باید تعدیل بشه. پس میشه 40% 600% میشه چقدر؟ میشه در حقیقت 4 6 تا 24 تا میشه 240%. یعنی اولین مرحله‌اش 240% میشه. حالا این 240% باز در حدود مثلا 70% 60% 70% اقلام وابسته به آرد ضرب میشه، تعدیل میشه، میشه مثلا نزدیک 160-70%. بعد از اون طرف در سبد مصرفی یک اجاره خانه‌ای داریم که نزدیک 70% 60% رشد کرده، یه دستمزد دیگه چیه، چیزای دیگری داریم که منرا 60% رشد کردن، این 170% میره به اونا تعدیل میشه، میشه نزدیک 120%. من فوق تورم رو عددهای بالای 50 میدانم، ولی در ایران با توجه به شرایطی که وجود داره اقتصاد رو هنوز ونزوئلایی که نرخ تورم بالای 1000% 2000% در اونجا اتفاق افتاد رو در اینجا من هنوز در حداقل سال 1401 نمیبینم. یعنی در سال 1401 این عدد رو نمیبینم. از نظر من که همون اول سال هم در چند تا بحث‌های مصاحبه‌ها تلویزیون یا در لایف‌های خودم هم صحبت کردم، از نگاه من سال فوق تورمی هست. در ایران فوق تورم 50-100% محسوب میشه. یعنی بالای 50% رو ما فوق تورم می‌دانیم. هایپر تورم‌ها، هایپر اینفلیشن‌های سنگین از نظر ما همون 70-80%. به نظر من اون بحث ونزوئلایی که ممکنه به بالای 1000% و اینا برسه، نه، هیچ وقت. ولی این عدد هست. نکته مهمم اینجاست. ببینید فرض کنید که شما یه 170% 160% که حالا با یه اجاره خانه مثلا 60-70% هم تعدیل بشه، بشه 120% ترمیمش کنی، شما نگاه بکنید این یعنی 120% ما تورم هم داشته باشیم در این سیستم، 120% یعنی تقریبا قدرت خرید ما 40% شده. خب از اون طرف شما یک قاطبه بزرگ کارگری در جامعه ایران دارید که مثلا یه جمعیت نزدیک 11-12 میلیون نفری دارن، یه جمعیت اولوژه 4-6 میلیون نفری وابستگان به دولت و بازنشستگان و اینها داری. اون گروه اول اولوژه 50% رشد دستمزد داشتن، گروه دوم 10% داشتن. خب یه گروه دیگه هم که صاحبان کسب و کارها و اینا هستن که برابر نرخ تورم درآمدهای اونها رشد میکنه دیگه، اونایی که صاحبان کسب و کارهای توزیعی مثلا هستن که برابر نرخ تورم درآمدشون رشد میکنه. جمع اینها با هم، یعنی متوسط اینها با هم، همون هلوهوش 50% رشد دستمزد داشتن. اگه 40% قدرت خریدشان باقی مانده باشه، از اون طرف 50% در حقیقت دستمزد سال قبلشان بالا رفته باشه، من میخوام بگم که این دستمزد شده 6 میلیون تومان. این 6 میلیون تومانه در حقیقت 40%ش مثلا متوسط دستمزد 3,600,000 شده 6 میلیون تومان. این 40% 6 میلیون تومان میشه 2,400,000. سال قبل رو اگر 3,600,000 بگیریم تا 2,400 تقریبا میشه 1,200,000. یعنی هلوش 30% به طور متوسط سبد مصرفی خانواده رو
بهش کاهش داده. این خیلی فاجعه است در نگاه ما اقتصاددان ها، عدد فاجعه باره. یعنی برای یک دولتی که ادعای حمایت از فقرا داشته، این بش به شدت یعنی اصلا نمیدونم باید چطوره، یعنی باید با آبروش این رو پیمانه کنه، اون دولت باید با آبروی خودش این کاری که کرده رو پیمانه کنه. این اثرات ساده ای است که فقط با دو تا چارتای من کارشناس انجام شد در جلوی چشم شما، ولی من نمیدونم واقعا در سازمان برنامه مدل های سنگینی برای انجام این کار انجام دادن یا نه. یعنی من با دو تا چارتا حساب کردم که همین کار الان چقدر سبد مصرفی خانواده رو کاهش میده. یعنی عدد رو کاملا یه کار کارشناسی ساده است، میشه محاسبهش کرد، یا وزارت اقتصاد این رو باید محاسبه میکرد. اما این دولت اگه نتوانه واقعا برگردانه، حالا شما فرض کن 400 هزار تومان رو هم از اون 1200 400 هزار تومان رو هم به صورت یارانه بهش پس داد و هنوز 800 هزار تومان کس داره و بعد تازه فقط به گروهایی که 3 در 3 طبقه 400 هزار تومان میدن، به بقیه 300 هزار تومان میدن، به خیلی هم که اصلا از یارانه اصلا محروم هستن، اصلا نباید. این قسمت رو به نظر من تأثیر منفی سنگینی روی سبد مصرفی خانواده داره که خب خیلی بزرگه، چیز حدود مثلا 22% سبد مصرفی خانواده ها رو به شدت کاهش داده، 25% برای بعضی ها تا 50% حتی کاهش داده، و این اصلا چیزی نیست من اینکه دولت بخواد هزینه‌اش رو با آبروی خودش در حقیقت مبادله بکنه. ولی اینی که بخوایم بریم به سمت ونزوئلایی شدن رو من نمی‌بینم با اون شیوه، یعنی تورم های در همین حدودی که عرض کردم 120% در سبد مصرفی و چیزی بین 50-100% در کل سیستم اقتصاد، که طبیعتاً با توجه به این موضوعی که شما فرمودید اثرات خیلی عمیقی رو روی بحث بهداشت و سلامت خانواده ها میذاره و طبیعتاً آموزش بهداشت بله آموزش و بهداشت رو به شدت کاهش میده. البته این حرفای من به شرطیه که یه اتفاق پیش بینی شده، پیش بینی نشده اتفاق نیفته ها. یه اتفاق پیش بینی نشده ممکنه همه اینا رو به هم بریزه ها. مثلا یه اتفاق پیش بینی نشده ممکنه دلار رو چقدر تغییر بده، رفتارها چقدر عوض بشن، یا چه مثبت چه منفی. یه اتفاق پیش بینی نشده مثبت هم مثلا یک توافق خیلی خوب که اگر صورت بگیره میتونه خیلی چیزها رو دوباره برگردانه به حالت خیلی بهتر. در هر حال این حرفای من ادامه این شرایط موجود بود. آقای دکتر، یکی از دوستان پرسیدن که مگر مسئله تحریم ها اصولا در حیطه اختیارات و تحت تأثیر تصمیمات نظام سیاسیه؟ نه دیگه، اگر میگید نظام سیاسی بله در اختیار نظام سیاسیه، ولی اگه منظورتان دولته که در اختیار دولت نیست به تنهایی، بله در اقتصاد ایران، در ایران دولت شامل رئیس جمهور و وزرا سهم کوچکی از حوزه قدرت سیاسی رو دارن، سهم کمتری، نمیگیم کوچک، سهم کمتری از حوزه قدرت سیاسی رو دارن و سهم کاملی از این حوزه ها رو ندارن. به همین علت اصلا تصمیم گرفتن در این حوزه به عهده اونها نیست، به عهده یک مجموعه بالادستی است. ولی اگر اون مجموعه بالادستی به نتیجه برسه که این توافق صورت بگیره، قطعاً میتوانه خیلی مفید و خیلی مؤثر اثر مثبت بگیره. حالا من عین پرسششون هم داخل صفحه فرستادم، گفتن تحریم ها مگر دست مسئولین ماست؟ ببینید واقعیتش اینه که تحریم ها دو طرف داره، مثل یه معامله، یعنی یه طرف تحریم کننده و یه طرف تحریم شونده داره. اما این چانه زنی بین این دوتا اگر طبق یه اصول خاصی پیش بره میتوانه یک نوع جدیدی از توافق رو روی میز بگذاره. این امکان پذیره که نوع جدیدی از توافق که مورد قبول هر دو باشه، ولی اینم بدانیم که هیچ تمامیت خواهی نمیتوانه به توافق برسه. در حوزه توافق ما همواره باید از یه ذره یه ذره با هم به طرقت، یعنی روی موضوعات کوچیک اول به توافق برسیم، موضوعات بزرگ غیر قابل توافق رو اصلا باز نکنیم، یه ذره یه ذره ظرفیت باز کنیم برای اعتماد سازی، ظرفیت باز کنیم برای اینکه وارد حوزه توافق بشیم و یه ذره یه ذره این توافق رو جلو ببریم و تقویت کنیم. بله آیتور، من برای احترام به دوستان پرسش ها رو میخونم، هر کدوم که احساس کردید که طبیعتا در قسمت های بعدی برنامه به اونها پاسخ داده میشه، خب الان وقتمون رو میتونیم نذاریم، و هر کدوم رو هم که احساس کردید که شاید باید بی پاسخ گذاشته بشه، اون هم باز به سرافتید خودتون پرسیدن که شما گفتید خیلی بیشتر از 15% بودجه برای جاهای نامشخصه، میشه بگید دقیقا چقدر هست و برای چه جاهایی؟ غلط نیستم،
این عدد رو دقیقا محاسبه نکردم، ولی این عدد هست بیشتره، چون شما وقتی که بودجه او بخش های اصلی رو با هم جمع میکنید، کسی که این از من پرسیده خودش بره زحمت بکشه و قانون بودجه الان روی در حقیقت اینترنت هست، بیاره جمع کنه، با هم جمع کنه، ببینه چند درصدش تو اون بخش های اصلی وظیفه دولته، چند بخشش دیگه در حوزه های خارج از وظیفه اصلیه. در اون صورت اون بخش هایی که میشود در حقیقت کم کرد بودجه رو و یا از حوزه چانه زنی به حوزه عمل اختصاص داد می شود پیدا بشه. خب بعضی از مطالبم توی این لایف ها قابلیت بیان نداره، دوستان نباید سوالی رو از کارشناس بپرسن که کارشناس مجبور باشه تداوم پاسخگویی همیشگی خودش رو فدای پاسخ دادن به یه سوال بکنه. من میخوام بتوانم همیشه در خدمت همه باشم و نظرات کارشناسیم رو بدم، ولی بعضی وقتا ممکنه منو وارد حوزه‌های خط قرمز بعضی از سیستم ها بکنید که نه به صلاح سیستم، نه به صلاح من، نه به صلاح هیچ کس دیگر. گفتند حالا بعضی از پرسش ها رو گفتن آیا میشه یه نصیحت به دولت مردان آمریکایی کرد که دست از سر ملت ایران بردارن یا مصلحت نیست؟ بله بله، اتفاقا خیلی هم خوب میشه. من خواهش میکنم از دولت مردان آمریکایی که دست از سر ملت ایران بردارن و این سلطه نامردانه خودشان رو نه از ما، از سطح جهان بردارن و خواهش میکنم، تمنا میکنم ازشان که یه مقداری انسانی تر به جامعه جهانی نگاه کنن، یه مقداری عادلانه تر نگاه کنن. همه چیز آقایان امریکایی، همه چیز منفعت نیست که شما فقط به اسم منفعت به اون نگاه میکنین، همه چیز تسلط شما بر جهان نیست، شرافتمندی، انسان مداری، شایستگی معنوی، همه اینها هم جزء زندگی انسانیه و شما در اصولتان، در قانون اساسیتان به اون صدها بار اشاره کردید. چرا اونا رو اجرا نمی کنید؟ چرا اونا رو دنبال نمی کنید؟ چرا اونا رو رعایت نمی کنید؟ امیدوارم این حرف منو گوش بدن و انشالله نتیجه بگیرید. سپاسگزارم آقای دکتر. یکی از دوستان پرسیدن علاج تورم از دیدگاه اقتصاد چیه که طبیعتاً موکول میشه به برنامه‌های بعدی ما و صحبت‌های که دکتر در برنامه‌های بعدی دارن. یه سوال هم پرسیدن، گفتن تورم ملک در امسال به نظرتون چقدر پیش بینی میشه؟ اینه بذارین توی یه جلسه‌ای که راجع به نوسان بازارها صحبت کنم و جاش اصلا توی اون حوزه صحبت کنم، چون اینجا اصلا بحث رو به خلط موضوع برمیگردن، اینجا راجع به بازارها نمیخوام صحبت کنم، یه بحث اقتصاد کلانی و تحلیل اجتماعی و اقتصاد سیاسی بوده. یه پرسش رو هم پرسیدن که فکر میکنم جلسه قبل از خدمتون پرسیدیم و شما هم پاسخ دادیم، اگر نکته در ارتباط با اون بود میشه دوباره طرح بشه. گفتن آیا وجود تورم در ایران یه منبع درآمد برای دولت محسوب میشه؟ ببینید، تورم منبع درآمد برای دولت نیست، اما منابع درآمدی دولت تورم زا هست. این سوال فکر میکنم طبیعتاً معطوف به اون نکات رو که دکتر فاضلی تو بحث تورم اخلاق گفتن، ولی شما از منظر اقتصادی به نظرتون آیا میشه بگیم که تورم اینچنینی که در ایران هست به نوعی مالیات پنهانیه که دولت داره از مردم میگیره؟ بله حتما، بخش قابل توجهی از تورم کنونی مالیات پنهانی است که دولت از مردم میگیره. دقیقاً این حرف درسته. بله. چطور نرخ رشد سینیوریج اصلا اسمش سینیوریج، اصلا این حق آقایی که دولت روی پول داره باعث میشه که این در حقیقت تورم پنهان هم جاری بشه. ما اولین کاری که میشلخت کرد اینه که در حقیقت گفت که آقای دولت این حق آقاییت رو نداشته باش، که اصلا اینم امکان پذیر نیست، یعنی توی سیستم اقتصاد جدید اصلا امکان پذیر نیست. به همین علت ناخودآگاه هر تصمیمی که دولت برای ایجاد منابع مالی برای خودش میگیره باید حواسش باشه که این تصمیم ممکنه تورم ساز باشه. پرسیدن که چطور نرخ رشد بالای حجم پول اسمی حجم پول حقیقی رو کاهش میده؟ نمیدانم، اینجا اصلا جای پاسخ دادن به حوزه‌های تخصصی فوق تخصصی سیستم پولی نیست، الان تو این ساعت نمیتوانم اینو جواب بدم. درسته. سپاسگزارم آقای دکتر. من تا حد امکان در حقیقت پرسش هایی رو که دوستان طرح کرده بودن رو عرض کردم. بعضی از دوستانم همونطور که آقای دکتر فرمودن پرسش هایی رو پرسیدن یا کامنت هایی رو گذاشتن که طبیعتاً برای اینکه برنامه ها ادامه دار باشه امکان طرح اونها هم نیست.
آقای دکتر خیلی خیلی لطف کردید، وقت خیلی خوبی رو گذاشتید، توضیحات هم خیلی توضیحات جامعی بود. اگر نکته پایانی هست بفرمایید که در خدمتون باشیم، اگر نه که یواش یواش من بخش کامنتارم باز کردم که ببینم اونجا یعنی اگر دوستان نکته خاصی رو فرمودن اون رو هم طرح بکنیم، اگر نه که میتونیم از همدیگه خدافظی کنیم. آقای دکتر سپاسگزارم، همه شما رو به خدای بزرگ بسپارم و ممنونم که این فرصت رو به من دادید. بسیار عالی، من هم از همین دوستان سپاسگزارم که تا این ساعت از شب ما را همراهی کردن. امیدوارم مباحثی که طرح شده بود کمک کرده باشه که ما نسبت به یکی از مسائل و بیماری های مزمن اقتصاد ایران یعنی تورم شناخت عمیق‌تری رو کسب کرده باشیم. در برنامه های بعدی هم این بحث رو همونطور که آقای دکتر فرمودن به صورت عمیق‌تری دنبال می‌کنیم، به لایه های بیشتر و عناصر بیشتری از عوامل اثرگذار بر تورم در اقتصاد ایران می‌پردازیم و در برنامه های بعدی هم در خدمت های دکتر دلنگیزان هستیم تا ببینیم راهکارهای پیشنهادی ایشون برای عبور از مسئله تورم در ایران و بهبود این شرایط چی هست. آقای دکتر خیلی خیلی استفاده کردیم از صحبتاتون، شب خوبی رو براتون آرزو میکنم. سپاسگزارم، همچنین خداحافظ شما. شب همه دوستان بخیر، امیدوارم ساعت خوبی رو داشته باشید. شب خوش و خدا نگهدار.